آفرین. خیلی خب، به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزانی که امشب در چهارمین میزگرد از سری سمینارهای زمستانه دانشگاه صنعتی شریف در خدمتشون هستیم. میزگرد امشب حول موضوعات داغ این روزا، یعنی صنعت و آکادمی میچرخه، که همیشه ما جزء بحث‌های خیلی جنجالی WSS بوده و امشب هم در خدمت عزیزان بزرگواری از سراسر دنیا هستیم. بنده طبق روال هر شب و همیشه لینک گوگل فرم برای پرسیدن سوالاتون در اختیار شما قرار داده میشه. لطفا سوالاتون رو بپرسید. من اینجا سوالایی که مطرح میشن رو دونه دونه میپرسم و بحث رو پیش میبرم. خب، من شروع میکنم به معرفی عزیزان. نفر اولی که امشب افتخار میزبانی شما دارم، جناب دکتر آرش پوردامغانی هستن، محقق شبکه‌های هوشمند از دانشگاه صنعتی برلین. نفر بعدی که من در خدمتشون هستم امشب، جناب آقای دکتر شورش شافعی هستن که Head of Product Data Science از Warner Bros هستن، جناب آقای دکتر ربیعی که استاد دانشگاه صنعتی شریف هستن، و جناب آقای پرهام الوانی Software Engineer از شرکت اسنپ. بنده خیلی خیلی مفتخرم که در خدمت این عزیزان هستم. من تریبون رو در خدمتتون قرار میدم، اگه کلامی هست و سلام علیکی هست انجام بدین و بعد کم کم شروع میکنیم به میزگرد و پیش بردن داستان. من هم به چه ترتیب میخواین صحبت کنین؟ به نظرم یکی شروع کنه به صحبت کردن، یا یعنی اینکه من خودم دونه دونه نام ببرم که چیز باشه و بفهم. ما چون آدم اجابتی هستیم فکر کنم الان من خوشحال میشم شروع کنم. اولا که عرض سلام و احترام دارم خدمت همه، خدمت عزیزانی که توی پنل هستن و اون عزیزانی که 10 شب به وقت ایران دارن گوش میدن. مطمئنم کار بهتری برای انجام دادن نداشتیم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. قبل از اینکه پیش شروع بکنیم بحث، و شورش هستم، شورش اسم کردی شافعی، و توی کمپانی وارن میدیا دارم کار میکنم در حال حاضر، همون کمپانی که مثلا فیلم های معروفی مثل بتمن و سوپرمن و کازابلانکا و نمیدونم همه مردان رئیس جمهور رو، من میتونم همه این فیلم ها رو دیدیم تا برسه به سریال های مثل هاوس آف دراگون و بیگ بنگ و فرندز و اینا رو ساخته. اینا یه سرویسی به اسم استریمینگ دارن برای اچ بی او مکسی که من اون قسمت کار تجزیه تحلیل دیتا انجام میدم. یه پیش‌فرضی رو که امشب باید توجه بکنیم تو صحبت‌ها اینه که معمولاً وقتی این گفتگویی که من حداقل می‌خوام بیان بکنم، یک مقداری از دیتا پوینت‌های اطلاعات بازار آمریکا استفاده می‌کنه، که البته خب خیلی جای نگرانی نداره، چون برای نخبه‌های دانشگاه شریف و بقیه عزیزانی که گوش می‌دن، من مطمئنم گزینه‌ها اونقدر زیاد هست که هم در خارج از کشور هم در خارج داخل کشور گزینه هست، بنابراین خیلی پیش‌فرض خطرناکی نیست. من خودم جز کسایی بودم که خیلی زمان زیادی تو کشید تا بفهمم که بالاخره میخوام چه کاره بشم و از چه راهی به قانون حلال در بیارم. برای خوشحال میشم که این تجربه رو باهاتون در اشتراک بذارم و بقیه هم عزیزان هم خودشو معرفی کنن. منم سوالی داشتین در خدمتتون هستم. من با اجازه بقیه افرادی فکرم همه از من دیگه بزرگترن، خدا معرفی میکنم. منم پرهامم، در واقع کارشناسی و ارشدم دانشگاه امیر کبیر بودم و الانم به عنوان سافت انجینیر داخل اسنپ مشغولم. من هم خیلی باعث افتخارم که تو این جمع هستم و خیلی خوشحالم که حالا یه فرصتی هست که بشه از تجربیاتی که داشتم با بقیه به اشتراک بذارم. باعث افتخارم. من فکر میکنم نفر بعدی باید آرش باشه چون من از همه سینیور ترم شده در انتها صحبت میکنم. آرش شما شروع کنید. خب سلام به همگی.
بخش من ترتیبا نمیدونستم چجوری بیم دفعه شبه قبل دونه دونه میپرسیدم و خب منم خوشحالم در خدمتتون هم. من اینجا در یک مؤسسه تحقیقات بین رشته‌ای هستم که میگم داریم جدیداً وارد کار بین اونا میشیم و از اینم من یه ذره شاید چون سمت اروپا آمریکا هم بودن برادرم و دوستان دیگه اونجا رو یه ذره خبر دارم، خودم هم میخوام یه ذره سمت اروپا رو اگه بشه پوشش بدم تو این بحث امروز و همون سمت چیزای بین رشته‌ای و کارهای بین رشته‌ای که یه ذره شما وارد این بحث نبودن، میخوام اگه بشه وارد این بحث کنم که چه کارهای اونجا میشه حتی خارج از اون بین رشته‌ای مرسومی که تو ایران دارن نوروساینس و بیوانفورماتیک و کار میشه میشه حتی کارهای دیگه هم انجام داد. خب فکر میکنم دیگه انتخابی باقی نه. سلام عرض میکنم خدمت همه، من حمیدرضا ربیعی هستم، من حدود 20 سال توی آمریکا هم تحصیل کردم هم کار کردم، سالهای آخر چند سالی AT&T بل لب بودم بعد شرکت اینترم، الان هم حدود 22 سال هست که دانشگاه شریف خدمت بزرگواره هستم، من استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر گروه هوش مصنوعی و همینطور رئیس پژوهشکده ICT و مرکز نوآوری دیتا ساینس و هوش مصنوعی هستم در خدمت من. خیلی ممنونم از همگی، واقعا خیلی افتخار بزرگی که من در خدمت شما عزیزان بودم و امیدوارم که بتونیم مبحث خوب پیش ببریم. حقیقتش چون به صورت میزه گرد هستش ما تقریبا دستمون آزاده که بحث کنیم و صحبت کنیم اینها، ولی خب میتونیم از یه سری سوالای شروع کنیم که ما از قبل آماده کردیم و حالا کم کم بخش اولمون اینه که ببینیم الان کلیدی ترین تفاوت های بین اهدافی که توی آکادمیک نظر گرفته میشن با اهدافی که توی صنعت در نظر گرفته میشن دقیقا چه شکلی هستش، آیا این گپه که بین صنعت و آکادمی وجود داره گپ معناداریه، یعنی صنعت داره به یه سمت جدایی میره بیشتر به سمت پاسخگویی به نیازهای کاربران میره یا نه، و حالا مثلا آکادمی داره جداگانه پیش میره و یه سری مسائل مطرح میکنه، یا اینکه نه این گپ کم شده به خاطر حالا اون شاید بگیم جو تجاری سازی که الان توی دنیا اتفاق افتاده، ولی خیلی وقتی که اتفاق افتاده ولی خب تو کشور ما اونجوری که باید شاید وجود نداره. من حالا اگه میخوایم بریم بحث کنیم دونه دونه من بگم که مثلا از کی سوال بپرسم فکر کنم اوکی تر باشه، من فکر کنم با آقای دکتر شافعی شروع کنی خیلی خوب باشه. من اشاره کنم که شروع این سوال عزیزان بفرمایید خواهش میکنم. حالا جواب که میخوام بدم جواب جدیدی نیست و سریع از روش رد میشم که جواب بقیه عزیزانم برسیم. اون چیزی که من متوجه میشم مثلا اکثر کمپانی ها رو اینجا اگر نگاه بکنید این کمپانی ها به هر حال یک اینوستورای سرمایه گذارایی دارن و وظیفه این کمپانی ها این هست که برای اونها تولید سود بکنن، به همین خاطر تمام تیم های مختلف توی اون کمپانی موظفن که در جهت اهداف کمپانی پیش برن که آخر سر به تولید سود برای به قول سرمایه گذار را برسه. بنابراین کسانی که توی این کمپانی کار میکنن معمولا روی مسائل خاصی که برای اون کمپانی مهم هست کار میکنن تا به اون اهداف به قول سرمایه گذاری برسه. از اون یکی لحاظ من فکر میکنم چون مثلا تعداد خیلی زیادی از دانشگاه ها توسط دولت ها فاند میشن یا هزینه های تحقیقاتیشون تامین میشه، اونا دست بازتری دارن در مقابل اینکه مسائل رو تعریف بکنن و روشون کار بکنن. یعنی این انعطاف پذیری یا اون چیزی که ما بهش میگیم فلکسیبیلیتی احتمالا یکی از تفاوت های بزرگ کار توی دانشگاه و کار توی صنعت هست. فکر میکنم مسائل داره خیلی به هم شبیه میشه، فکر میکنم اون چیزی که اولویت دانشگاه است اولویت صنعت هست و برعکس، ولی این مقدار از تنوع که چقدر شما اختیار داری که فرصت داری چیزها رو بشکنی قبل از اینکه یه چیزی بسازی فکر میکنم انعطاف پذیریش در کنار اینکه توی دانشگاه بیشتر. اگه اجازه بدیم من بفهم ببخشید مهدی جان
داشتین سوال می‌کردین؟ نه نه من می‌خواستم می‌خواستم بگم که نظر باقی ست بفهمید فرام داد. آره من چون راستای صحبت‌های شورشام می‌خواستم سوال کنم. ببین توی ایران یه فرقی که هست اینه که حداقل تجربه من تو دانشگاه می‌کردم اینجوری بود. توی باز توی در واقع ریسرچ دانشگاهی هم دست شما باز نیست. یعنی من آدمی بودم که دوست داشتم تو ریسرچ دانشگاهی برم به این سمت که در کنار اون کاری که میخوام انجام بدم، حالا کار ریاضی که اون شالوده اصلی من شبکه بوده تخصصم در شبکه‌های کامپیوتری، مثلا ما میومدیم و راجع به یه مسئله ابسترکتی بحث میکردیم، من دوست داشتم مسئله هر نزدیکش کنم به چیزی که داره تو واقعیت اتفاق میفته. یعنی میخواستم که به جای اینکه مثلا فرض کنیم که حالا ما یه سری مثلا مکعب رو میخوایم جایگذاری کنیم، بریم واقعا بگیم اینا کامپیوترن و مثلا شرایط بیشتری از کامپیوتر بودن به اینا بدیم. ولی خب میگفتن که نه، چون اینجوری دیگه ریاضیاتش چون در واقع پیچیده میشه و خارج میشه از حوزه ما و اون حالت عملیش هم تو مثلا ریسرچ اصلا بحث نمیشه، نمیتونیم به این سمت بریم. یعنی تجربه من این بود که تو بازار ایران شما تو دانشگاه دست بسته تره، یعنی شما شرکت رو میتونید قانع کنید که من میخوام یک کاری انجام بدم و این برای شما سوداوره، بیاین روی این وقت بذارید. ولی توی دانشگاه شما کاری که انجام میدی باید مطمئن باشی که تاش چاپ میشه، اگه چاپ نمیشه هیچ کس حاضر نیستش اونجا با شما همکاری کنه و اون ددلاین های دانشگاه میان سراغت که چرا پروپوزالت نیست، چرا موقع دفاع پروپوزال ریاضیات پروپوزالت کمه و تموم میشه. من حالا تجربه خودم به عنوان یه عضو کوچیکی تو این جمع اینجوری بوده، یعنی من تو ایران من هیچ وقت خارج ندیدم و بالا همه دوستان خارج بودن ولی من هیچ وقت خارج ندیدم و تو ایران تجربه این شکلی بوده. من بازم عذرخواهی می‌کنم که زودتر صحبت کردم. نه خواهش یه چیزی که هست حالا بحث فلکسیبیلیتی و چیزی که توی دانشگاه وجود داره، خب این خیلی به نظر من وابسته است به اون حوزه‌ای که شما دارین کار میکنین و اون اینوستورایی که دارن شما پول میدن و چیزی کنن. شاید شما بتونید مثلا چون مثلا بگین که من یه لابراتوری آزمایشگاه هستم در حوزه مثلا پردازش زبان‌های طبیعی یا مثلا حالا اینتلیجنت سافتوری که خودم الان دارم کار میکنم، ولی خب اون موقعی که اون اینوستور میاد و ماهیتا شما یه جوری یه رودمپ خودتون یه افق دوری رو مشخص کردین که آقا من میخوام روی این کار بکنم و یه بک‌گراند رو درست خودتون میسازین. حالا این نظر خودمه و اون اعتبار اون بک‌گراند هم شروع میکنیم به انجام دادن ریسرچ و انجام دادن کارهایی که اینوستور دارن میان سراغ شما هستین که بتونین نیازهای اونها رو جواب بدید و حالا کارها رو پیش ببرید. به نظر من اونقدرم آزادی وجود نداره توی دانشگاه، شاید توی صنعت یه ذره آزادتر باشه، مثلا صنعت هایی که شرکت هایی که بیزنس استیبل تری دارن و درگیر اون رقابته برای جا انداختن خودشون نیستن و میتونن با دست آزادتری بیزنس چینج بکنن یا مثلا برن حوزه های مختلف سرر بکشن و کارا رو پیش ببرن. البته این نظر شخصی منه، من هم خودم کار میکنم و همین که هم ریسه محقق هستم اینجا و بگم که اینجوری چیز باشه، نظر شخصی من این شکلی. حالا اگه دوستایی دیگه صحبت دارن من فکر کنم جسارت رو در بسه صحبت کنم ببخشیم. دکتر ربی به نظرم شما من اجازه بدید من از شما سوال بکنم. ببینید ما میتونیم به این مسئله دو جور نگاه بکنیم. آیا شما دارید مثلا به دانشگاه به عنوان یه انتیتی یه هویت و به صنعت به عنوان یه هویت دیگه نگاه میکنید و گپ بین این دوتا و فعالیتشون میخواید بپردازید، یا نه میخواید برای مخاطبینتون یه مقدار روشنگری کنید که برای آیندهشون به عنوان یه شغل به عنوان یه کاریر میخوان صنعت رو انتخاب کنن یا دانشگاه رو؟ سوال شما اولیه دومانی جفتشی. کلن مخاطبای ما کسایی هستن که اومدن و ما دوستم که این راه روشن بشه واسه شون نیاد، ولی خب بعدمون هم نمیاد یه سرکی به ما بزنیم که بس تاپ بشه. ولی خب آره هدف اصلیمون اینه که ما روشنگری بکنیم واسه کسایی که میخوان راهشون انتخاب کنن. آرش کامنتی نداره من ادامه بدم یا راند اول آرش؟
بعد ادامه بدیم. نمیدونم، من میگم من میخوام شما که استاد من و برادرم و همه بودین، من برای همین سکوت میکنم در حد ممکن. ولی یه چیزی شنیدم فقط به نظرم خیلی عجیب اومده، کم فقط میخوام بگم که این گفتین آزادی عمل نام توی توی دانشگاه نیست. اتفاقا حالا میگم تو ایران شاید یه ذره دکترا اینا مثلا خیلی موضوع خاص‌تر باشه، اینجا توی چیزی من جوابی که دارم اینجا یه آزادی عمل نسبتا خوبی هم میتونی داشته باشی، مخصوصا توی دکترا. حالا توی مستر توی دوره کارشناسی ارشد شاید اونقدر نباشه، ولی توی دکترا هست. من حالا دوستان اصلاح کنم، ولی فکر کنم آزادی عمل هم در حد خوبی باشه و میتونی اگرم حالا بودجت به نحوی تامین بشه واقعا خیلی هم دنبال کارهای دیگه نیست، یعنی واقعا میشینی تفکر میکنه اینا. میگم تو ایران میدونم مثلا ارشد دکترا یکم سخت‌تره این آزادی عمل، یعنی ذهنشو درگیر هزار جا هست، ولی جایی که اگه بودجت تامین باشه واقعا میتونی فکر کنی و به مسئله هایی هم که برای خود جذاب هست دنبالشون بری. این من اگه اشتباه فهمیدم هم بگین من یه چیزی. بفرمایید دکتر. من صحبت کنم؟ صدای من داریم؟ بله بله. من فکر میکنم در ابتدای کار ما اول یه نگاهی به دنیای آکادمی و دنیای اینداستری و تاریخشش هم بکنیم. من فکر کنم شورش به مسئله مهمی اشاره کرد تو همون ابتدا، ولی از دیدگاه ریسرچ اگر بخوایم بگیم توی دانشگاه معمولا دانشگاه که بگیم ما ابرج دانشگاه دنیا رو میگیم، تو ایران خب یه سری ریستریکشن داره، شیوه های ما یه مقدار متفاوته، ولی اگر بخوایم به صورت ابرج صحبت بکنیم توی دانشگاه فوکوس ریسرچ خیلی روی پرکتیکال ایمپلیکیشن ها نیست. یعنی مهم نیستش که اونچه که به عنوان شما ریسرچ انجام میدید میتونه عملاً مورد استفاده قرار بگیره یا نه، هرچند ممکنه مورد استفاده قرار بگیره ولی هدف این نیست. هدف اونجا ادوانسمنت نالجه به صورت ترادیشنال. ولی وقتی شما تو اینداستری به ریسرچ نگاه میکنید خب این خیلی تقریبا بر فوکسته، برای اینکه یه اینداستری مجبوره برای زنده موندن ریسرچی رو انجام بده که تبدیل بشه به یه محصول، و این در حقیقت یه واقعیته. این هم البته اینداستری های فعلی دیگه، ما قبلا نمونه میگم، من تو دوتا اینداستری کار کردم، مثلا تو بلب هدف بیشتر همون ادوانسمنت نالج بود واقعا، ولی بعد از یه مدت دیدید که به این نتیجه رسیدن که این کار دانشگاه هاست و بالاخره تغییر مسیر دادن. اونجا ما واقعا همین کار رو میکردیم، کسی خیلی دنبال پروداکت که واقعا یه پروداکت بشه نبود، هرچند خیلی از تکنولوژی هایی که ما استفاده میکنیم اونجا تولید شد و عملیاتی هم شد. ولی یه اینداستری مثل اینتل یا جای دیگه خب این پروداکت اورینتده، اگر نتونه محصولی ارائه بده که یک یه مقدار اجاف تکنولوژی باشه، دو سودده باشه، خب این اصلا براش دیگه جذابیت نداره. بنابراین باید توجه بکنیم که این دو تا فرق وجود داره. به این دو تا انتیتی هم اگر ما نگاه بکنیم به صورت تاریخی، دانشگاه خب ریسرچش رو انجام میداد به صورت یه مقدار هدایت شده. توی دانشگاه آزادی وجود داره توی ریسرچ، ولی این آزادی آن باندد نیست. یعنی اگر ما به عقب برگردیم ارگانیزیشنی مثل NSF یا تو ایران هم الان ایران NSF و غیره، یه سری ترجیح دارن، یه سری اولویت دارن برای انجام ریسرچ تو زمینه‌هایی که برای کشورشون مهمه. پس میان گرانت‌ها رو کانالیزه می‌کنن و اون گرانت‌ها عرضه میشه مثلا به دانشگاه‌ها. دانشگاه‌ها تو اون چارچوب ولی آزادی دارن واقعا. خیلی محدودیت ندارن. هدفم تو دانشگاه واقعا این هستش که این نیستش که ما محصول بسازیم. الان هم این نیست که محصول بسازیم. بنابراین توی دانشگاه شما تو چارچوب خطهای کلی و اصلی که از فاندرتون میاد، حالا میتونه NSF باشه، یه فاندر دولتی باشه، میتونه از اینداستری باشه، اینداستری های بزرگی که در حقیقت ریسرچ رو فاند میکنن در درد باز اهداف خودشون، ولی داخل اون شما آزادی عمل داری برای اینکه میخوان شما ایده پردازی کنی زیر اون فشارها و
کانسترینت های تولید محصول نباشید و کارتون انجام بدید. اینداستری هم میدونه چجوری از این بهره برداری کنید، ولی تو خب اینداستری این نیست و خب یه گپی همیشه بین اینداستری و دانشگاه وجود داشته. این گپ تا حدودی طبیعی هستش. دانشگاه هدفش این هستش که یه مقدار ادوانسمنت روی موضوعات جدید داشته باشه و مسئله مهم دومش اینه که انسان‌هایی رو بسازه که یا اینداستری لیدر بتونن در آینده بشن یا بتونن که توی اینداستری خیلی سریع رمپ آپ کنن با اهدافی که اون اینداستری داره. هدف دانشگاه یه چیز دیگه است، هدف اینداستری یه چیز دیگه است. یه جاهایی اینا با هم همپوشانی دارن. بنابراین که انتظار داشته باشیم دانشگاه عین اینداستری باشه و برعکس خب این امکان ناپذیره و اصلا ماموریتشون نیست. ولی خب توی سالهای گذشته، یعنی ما به دهه گذشته نگاه بکنیم، کم کم کنار دانشگاه‌ها در حقیقت برای اینکه این گپه و این فاصله بین ریسرچ پیور و محصول یه مقدار کمتر بشه، شما اومدید یه بنیان‌هایی ساختید مثل انکوباتورا، مثل اکسلریتورا و غیره و یه مقدار این فاصله رو بین دانشگاه و اینداستری کم کردیم. علاوه بر این که اجازه داده اینداستری که با این بنیان‌هایی که به وجود اومده یه مقدار از اون چارچوب‌هایی که خودش داره تعیین می‌کنه، این ریسرچ به سمت پروداکت آزادی عمل بیشتری داشته باشه، بچه‌ها ایده بدن، ایده‌های جدید بدن و با هر اینداستری که الائن بشن، حالا یا خودشون تبدیل به جاینت میشن یا یه جاینت اینا رو می‌خره و اینا رو حذف می‌کنه. بنابراین این حرکت هم شده برای نزدیک شدن این دوتا. از یه طرف دیگه اگر بخوایم به اینداستری آکادمی به عنوان یه شغل نگاه کنیم که شاید یکی از اهداف شما از برنامه امشب باشه، باید ببینیم که چه فرق‌های اساسی، یعنی این سری متریک تعریف بکنیم و ببینیم که چه فرق‌های اساسی بین اینداستری و دانشگاه وجود داره، چه محدودیت‌هایی، چه فلکسیبیلیتی‌هایی، چه ادوانتج‌هایی وجود داره با این متریکا که هر کس بتونه واقعا انتخاب کنه. یعنی at the end of the day این آدمان که انتخاب میکنن بر اساس انگیزه‌هاشون و متریکایی که براشون معنا داره و میتونن این انتخاب درست داشته باشن. شما هر کدوم از این دوتا خوبی و بدی‌های خودش رو داره. دوستان دیگه اگر ادامه بدن انشالله من راجع به این متریکام صحبت کنم با تجربه‌ای که دارم. من فکر میکنم در حضور دکتر ربیعی فقط باید سکوت کرد و گوش داد و استفاده کرد. فقط اگه اشکال نداشته باشه یکی دو تا نکته بگم، چون واقعا استفاده کردم از فرمایشاتشون. همونطور که ایشون گفتن هدف مثلا صنعت تولید ارزش برای سرمایه‌گذاراش، از این طرفی هدف مثلا دانشگاه واقعا تربیت هم هست، آموزش مثلا لیدرهای آینده. از یه طرفی سرمایه‌گذاری‌های توی صنعت از طرف کسایی که اون صنعت رو اون کمپانی رو صاحب هستن انجام میشه و معمولا قسمت زیادی از سرمایه‌گذاری توی دانشگاه از طریق دولت انجام میشه. معمولا دولت به عنوان سرمایه‌گذار خیلی صبورتره، خیلی زمان بیشتری رو برای شما قائل میشه در مقابل کمپانی‌هایی که مثلا دارن با کمپانی‌های دیگه رقابت میکنن به جنگشون، جنگ‌های کوتاه‌مدته. مثلا گوگل الان اگه بخواد یه کاری برای چت جی پی تی بکنه تا یکی دو سال آینده بعد تمام تقریبش رو معلوم کنه، 10 سال و 20 سال نمیتونه منتظر بشه. به همین خاطر که فکر میکنم حالا واقعیتش دیگه هیچ صفر و یکی وجود نداره، اما فکر میکنم یک درجه انعطاف پذیری بین دو تا مؤسسه یکی نیست. من امیدوارم دکتر ربیعی در مورد بلپ هم برای حداقل دانشجوهاشون صحبت کرده باشن، یک دوره‌ای که از طرف مالیات دهندگان کشور اینجا اجاره میشد، اینجا اداره میشد، عده‌ای از بزرگترین نوابغ جهان در طی 20 سال دستاوردهای بسیار شگفتی داشتن که ما تازه امروز داریم ازشون استفاده میکنیم. یعنی کمتر تکنولوژی هست که ما امروز استفاده کرده باشیم و اون موقع توی بلب روش کار نشده باشه یا محصول اصلی بلب نبوده باشه. با اون به خاطر این بود که دولت به عنوان سرمایه‌گذار صبور بود و روی چیزی سرمایه‌گذاری می‌کرد که برای کمپانی‌ها قابل توجیه نبود. سرمایه‌گذاریشون می‌خواد مثلا توی فاندامنتال ساینس یا علوم بنیادی کمپانی‌ها شاید خیلی راحت نباشن زیاد پول خرج کنن، ولی دولتی که از طرف مردمش این زمینه‌سازی‌ها رو فراهم می‌کنه
انجام میده، این جاده رو میسازه تا بقیه چه میدونم ماشین‌های خودرانشون بتونن در آینده از روش رد بشن. شاید میذاره کمک بکنه دوباره به تفاوت دو تا. غیر از اینکه من اشاره بکنم آخر سر یک مقدار زیادی اینا به هر حال یک فزان، یه میدیمن و بسته به اینکه شما چه کار میخوای انجام بدی و در این حال واقعیت های جامعه و مارکت هم چی هست، شما میتونی از سند دانشگاه استفاده بکنی. من خیلی ممنون از همگی، واقعا خیلی استفاده کردیم. من با حرفهای دکتر موافقم، ولی یه چیزی که هست اینه که الان حتی تو تعریف‌های جدید دنیا هم دارن حتی دولت‌ها رو هم در قالب بیزینس تعریف میکنن. یعنی میگن همون طوری که سیستم عامل یه پلتفرم واسه اجرای سایر، یه نرم افزار واسه که بستر اجرای سایر نرم افزارها رو داره مهیا میکنه، دولت هم یک بیزینسه که داره بستر اجرای سایر بیزینس ها رو مهیا میکنه و خیلی هم الان اگه نگاه کنید خیلی در مورد تجاری اتفاق میفته و کل به این بحثا کشیده شده. حالا دانشگاه هم همچنین. من حالا یه مطلبی رو دستم هست دارم میخونمش، میگه که اگه ما به دانشگاه به چشم یه بنگاه نگاه کنیم که داره کارش رو انجام میده و حالا داره خلق علم میکنه، خلق دانش میکنه، هر کاری که هر کسب و کاری که نتونه نیازهای کاربرای خودش، نیازهای مشتری خودش رو ساتیسفای بکنه، آخر سر محکوم به مرگ و کم ممکنه از بین بره. ما چه بخوایم چه نخوایم، حقیقتش همین الان توی دنیا، چه داخل ایران باشه چه خارج از ایران، خیلی داره مقایسه انجام میشه بین ریسرچی که داره توی شرکت‌های مثل اوپن ای آی، مخصوصا الان که فوق العاده بحث داغیه داره انجام میشه، چه ریسرچی که داخل دانشگاه‌ها داره انجام میشه. اگه ما بخوایم از این دید بهش نگاه بکنیم چطوره؟ چون حالا چیزی که هست اینه که حالا مثلا بزنم سوال بعدی، این چیزی که تو ذهن من بهتره، ولی من از دید آقای دکتر دارم، یعنی دارم با آقای دکتر ربیعی صحبت می‌کنم، میگم اگه به از دید بیزینس نگاه بکنیم خیلی هم بی‌ربط نیستن و شما نمی‌تونید بگین که اینا دو تا هدف جدا، مگر در علوم بنیادین مثل مثلا ریاضیات یا مثلا علوم جامعه شناسی، روانشناسی، توی چیزی که بیسن و دولت از جیب مردم هزینه می‌کنه که اینها پیش برن، جلو برن و کارشون ادامه پیدا بکنه. با توجه به اینکه الان میگم ما یه سازمان‌های، یه شرکت‌های خصوصی خیلی قولی داریم که یه ماجرای خیلی جالبی اتفاق افتاد، یکی از که مهندسایی که داخل اوپن ای آی بود، هاروارد درس خونده بود، گفتش که من کارشناسیم هاروارد بودم، بعد اومدم بیرون رفتم توی اوپن ای آی مشغول به کار شدم، هم کلاس من جز تاپ‌های دانشگاه بود، الان اون دانشجوی دکترا استاره می‌خواد بفهمه که می‌خواد چت جی پی تی چه اتفاقی داره توش می‌افته و GPT-3 داره چه اتفاقی میفته. من کسی هم که GPT-3 ساختم و من علم و پرکتیکال داره کم طرف داره دنبال نمیفته که مثلا این چطور داره کار میکنه و بتونه کار دیگه انجام بده. به نظرم به این سمت هم بریم هست، چون بعضی از سوالا دقیقا به این شکله که میگه ریسرچ که توی صنعت داره انجام میشه خیلی اپلیکیبل تره، خیلی ملموس ترن از ریسرچ هایی که داره توی آکادمی انجام میشه. بفرمایید دکتر بودام. من این شاگرد دکتر ربیعی، من واقعا هم اولش گفتم مثلا امروز می‌خوام بیام بشنوم، ولی اینکه میگین که لزوم من حالا اون جداتره و مثلا این مقایسه قیاس ملفارقه، چون بعضی وقتا ما اون کسی که اون جامیرا یا اصلا حتی من کاری که اینجا داریم می‌کنیم، ما بعضی وقتا باید بیایم پایه‌ای بریم و قانون بنویسیم. حتی مثلا ما اینجا داریم با قانون‌گذارا و نمی‌دونم مثلا وکیلا و اقتصاددانا و اینا صحبت می‌کنیم. آره ما کنتریم، ولی خب بعضی وقتا این کند بودن هم بد نیست که مثلا یه چیزی رو بیایم الان هم بحث این بحثیه که نمیدونم توی همین توییتر و این جای دیگه هم هست که آقا مثلا چرا فلان شرکت اینقدر سریع منتشر نمیکنه. این که سریع باشیم و مثلا همه قوانین رو بشکنیم و بریم جلو، این لزوما همه جا میگم تو بحثی که الان اینجا هم هست. به نظر من این معیارش شاید معیار مقایسه خوبی نباشه، سرعت صرفا برای اینکه بگیم اونجا مثلا جای جذاب تری اوپن ای آی از یه دانشگاه. حالا ببخشید آقای دکتر ربی. من فکر کنم مسائلی که محبوب گفت یه سری واقعیت ها هست، ولی ببینید توجه کنید، مثلا شما هاروارد در نظر بگیرید، ویژن هاروارد چیه؟
مطالعه کردیم. ویژن هاروارد اینه که یه جمله بیشتر نیست. تربیت کردن لیدرهای آینده جامعه و جهان. یعنی دانشگاه واقعا مأموریتش با مأموریت اینداستری یکی نیست. اینو باید بهش توجه کنیم. هرچند همه ارگانیزیشن ها، همه سازمان های بیزینس هن از یه دیدگاه، بله، همشون یه مدل کسب و کار دارن، ولی همه محصولاشون یکی نیست، همه استراتژیاشون یکی نیست. بنابراین دانشگاه یه سری مأموریت و استراتژی داره که کاملا مثل اینداستری نیست، هرچند یه جاهایی با هم الاین میشن، هرچند یه جایی همپوشانی دارن. بنابراین همونطور که آرش گفت، نباید ما این دوتا رو اینجوری مقایسه کنیم، خیلی بدون معیار و بدون استراتژیاشون، اهدافشون و غیره، و باید اینو کامل در نظر بگیریم. مسلماً خب اگر ما یکی از معیارمون درآمد باشه، حتما اینداستری بهتر از آکادمیه، هم به لحاظ پی که داری در کوتاه مدت چه در دراز مدت. اگر معیار ما شد گین مالی، من توصیه میکنم شما حتما اینداستری انتخاب کنید. ولی اگر معیارهای دیگر رو زمین گذاشتیم و به اونها نگاه کردیم، بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، چون همه ارزش ها تو مثلا ارزش های مالی خلاصه نمیشه. و تو دنیا هم همینطوره. بنابراین میگم اگر ما دنبال این هستیم که به بچه ها راهنمایی بکنیم که چگونه انتخاب بکنن و چی رو انتخاب بکنن، باید یه سری معیار رو تعریف بکنیم. یه سری معیارهای شناخته شده‌ای توی اینداستری و آکادمی هست. خب اولیش من گفتم، یکی کسب درآمده. این یکی از معیارهاست که میتونه خیلی هم جذاب باشه. یه معیار دیگه مسئولیته، یعنی ریسپانسیبیلیتی که شما توی دانشگاه دارید، تو آکادمی دارید، و ریسپانسیبیلیتی و مسئولیتی که توی سند دارید. حالا ما راجع به هر کدوم از اینا صحبت می‌کنیم بعداً. یه مسئله دیگه اون محیط هست، اون کلابوریشنه. نوع کلابوریشن تو دانشگاه چجوریه و توی اینداستری چجوریه. بالاخره ما آدم های اجتماعی هستیم، با همدیگه زندگی میکنیم. کلابوریشن میتونه خیلی برای ما مسئله مهمی باشه. مسئله در حقیقت اون فرهنگ محیط کاریه. اون فرهنگ محیط کاری تو آکادمی و اینداستری با هم فرق میکنه. ممکنه اون فرهنگ به ذائقه من خوش بیاد، به ذائقه شما ما خوش نیاد، و هر دومون هم داریم کار درستی رو انجام میدیم، ولی دو تا انتخاب متفاوت داریم. یه مسئله دیگه فلکسیبیلیتیه. ما چقدر میتونیم تو دانشگاه فلکسیبیلیتی داشته باشیم، آزادی عمل داشته باشیم، چقدر توی اینداستری میتونیم آزادی عمل داشته باشیم، چقدر آزادیم که کاری که میخوایم انجام بدیم یا انجام ندیم. مسئله دیگه موفقیته، یعنی توی دانشگاه یا تو دنیای آکادمی سقف موفقیت چیه؟ چقدر ما میتونیم واقعا پیشرفت بکنیم؟ توی اینداستری این سقف پرواز چقدره و چقدر سریع میتونه اتفاق بیفته؟ بنابراین اگه چند تا معیار مثل این تعریف بکنیم و بچه‌ها فرق این معیارها رو توی اینداستری و توی دانشگاه ببینن، خیلی بهتر میتونن انتخاب بکنن و آینده‌شون رو میتونن خیلی بهتر برنامه‌ریزی بکنن. من فکر میکنم اگر تو این جهت داریم میریم که بچه ها چه انتخاب کنن، شاید این معیارها رو دوستان دیگه تحلیل بکنن، روی این معیارها صحبت کنیم، ببینیم فرق اینا توی دانشگاه و اینداستری چیه، بچه ها خیلی راحت‌تر میتونن انتخاب کنن. راجع به مالی من خدمتتون گفتم، از لحاظ مالی حتما اینداستری بهتره. شما من چون جفتش بودم، حالا اشراف دارم هم خارج کشور هم داخل کشور. معیارهای دیگر هم میشه در حقیقت پرو کانزشو گفت، و بچه ها هم وقتی یه سری معیار دستشونه که میتونن برای آیندهشون برنامه‌ریزی کنن، و واقعا اینکه چه کار میخوان بکنن، این برنامه‌ریزیه رو در حقیقت میتونه افیشنت‌تر بکنه. حالا یه محض خنده، یکی دو تا مثال هست که بچه‌های آمریکا میذارن راشه مسئله. من بعدا انشالله انتهای کار اینو میگم که انشالله با لب خندان ترک کنیم جلسه رو. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. آقای دکتر
شافعی شما خواهد صحبت کنید بفرمایید. من اگه اشکال نداشته باشه دکتر ربیعی بحثو به طرف خیلی خوبی جای خیلی خوبی بردن، به خاطر اینکه از خیلی حالت تئوریک بیرون بیاریم و مثلا شما فرض کنید یه نفر مثل من در حال حاضر میخواد تصمیم بگیره که جهت کارشو تعیین بکنه، واقعا چه معیارهایی رو در نظر بگیره. من فرمایششون رو فقط تکرار بکنم و یکی دو تا چیز جزئی بهش اضافه بکنم. ببینید اون روزی که ما میخوایم یا اون جایی که میخوایم برای یه حرفه 20 40 ساله داشته باشیم، خیلی از مسائل مهمه که واقعا فقط بر فرق بین اینکه اینداستری باشه یا آکادمیا نیست. آخر سر هم توی اینداستری شما در مورد کمپانی‌های مختلف صنایع مختلف صحبت می‌کنیم، واقعا نمیشه جمعشون زد. ولی برای خودمون همونطور که دکتر ربیعی فرمودن چند تا چیز هست که من فکر می‌کنم برای انتخاب ما کمک بکنه. یک، درآمد. اگر توی مثلا شرکت تک اگر بریم، خب درآمدتون ممکنه 3-4-5 برابر دانشگاه باشه. این یه واقعیتیه و شما باید در نظر داشته باشین که به هر حال هزینه خودتون هست، هزینه همراهتون هست، هزینه بچه هاتون هست، اگه مسافرتی، کیفیت زندگی و اینکه اینچه مثلا کشوری مثل امریکا چیزی به اسم حقوق بازنشستگی وجود نداره و شما باید از روز اول برای اینکه مثلا چه میگم آخر عمر مجبور نشین اواخر عمر بخوایم استراحت بکنیم مجبور شید کار بکنید، در حال از همین الان باید پسنداز بکنید. یه واقعیتیه که در روز زندگی روزمره شما باش سر و کار داریم، خیلی اون بحث آکادمیا و تحقیق و انعطاف پذیری اینجا اونجا نمیمونه و بیشتر واقعیت‌های عینی جامعه و روزمره میمونه. در مورد انعطاف پذیری و چطور کار بکنیم توی دانشگاه و چطور توی صنعت اونو اشاره کردیم. سومی محل زندگیه. خب شما باید در نظر داشته باشین که همه، من خودم جز فریق‌های مثل شما نبودم، من مثلا فارغ التحصیل شریف نبودم که هاروارد و برکلی و استنفورد گزینه هم باشن و هر دانشگاهی توی هر شهری که بخوام انتخاب بکنم. برای من و امثال من باید در نظر میگرفتم که مثلا من توی واشنگتن استیتی یونیورسیتی پی اچ دی مو گرفتم و اونجا یه کالج تام بود و اگر من می‌خواستم دانشگاه دیگه برم، اکثر دانشگاهایی که توی گزینه‌های من بودن کالج تام بود. کالج تاون معمولا شهرهای کوچیکی هستن توی ایالت‌های مختلف که حول یک کالج یا دانشگاه شکل گرفتن، جمعیت کمتری دارن، بافت کمتری، تعداد کمتری دارن، اون مغازه‌ها و نمی‌دونم چیزی ما کیفیت زندگی شهری رو ندارن. اگر شما کسی هستین که مثلا از زندگی شهری بیشتر لذت می‌برین، معمولا توی جای مثل امریکا که اکثر دانشگاه‌هاش توی کالج تاون درست شدن، ممکنه اون کیفیت زندگی که می‌خواید نداشته باشید. تغییر کار، معمولا توی صنعت بودن امکان اینه که شما کار رو عوض بکنید بسیار راحت تر میکنه تا اینکه توی دانشگاه باشید. این تجربه من با دوستان بوده که به هر حال تعداد کمپانی خیلی بیشتر، رقابت خیلی بیشتر، مرتب حتی شما هر کمپانی که باشین از طرف کسایی که توی تیم‌های استخدامی کمپانی دیگه هستن با شما تماس میگیرن، یک مقدار توی دانشگاه این حالت کمتر وجود داره. اگر شما با تیمتون، با دپارتمانتون، با گروه تحقیقاتیتون نسازین، اگه بخواید دانشجوتون عوض بکنین، چالش بیشتری خواهید داشت به نسبت اینکه توی صنعت باشین و بخواید عوض بکنین. از یه طرف دیگه دانشگاه حداقل توی امریکا به جای معروفه که امنیت شغلی براتون میاره. درسته که مثلا حقوقش پایین‌تره، اما مدت زمان خیلی بیشتری میتونید بمونید و معمولا به قول یه اصطلاحی هست خیلی واقعیت نداره، ولی میگن توی دانشگاه اخراجی نداری. و خب این برای دورانی مثل اوضاع اقتصادی حال حاضر امریکا، این لی‌آف یا اخراجی‌ها که میشنوین هزاران نفر از نیروهای ورزیده مجبور شدن شغل‌های خیلی خوبشون رو توی کمپانی‌های بزرگ متوسط و کوچک‌تر بکنن و دوباره وارد بازار کار بشن و دوباره دنبال شغل بگردن. خب این امنیت شغلی یک چیزی پارامتری که دانشگاه خیلی فراتر از صنعت میده. یکی استقلال کاریه، خیلی بهش اشاره نمی‌کنم، دکتر ربیعی اشاره فرمودن مقدار استقلال کاری که آدم‌ها به قولی من، خیلی از دوستان من هستن میگن من خب توی دانشگاه بمونم به خاطر اینکه نمی‌خوام رئیس داشته باشم، به خاطر اینکه می‌خوام مسئول خودم باشم. حالا منطق سترویکی نیست دوباره، شما در هر صورت توی دانشگاه باید به یه عده حساب کتاب پس بدین، ولی خب این که نمی‌خوای رئیس بالا سر باشه، واقعیت اینه که توی دانشگاه بهتر برقراره. اگه شما مثلا بخواید استاد دانشگاه بشین تا توی صنعت، توی صنعت هر کسی که باشین بالاخره باید یه نفری ریپورت بدین. و یه مسئله دیگه هم که دکتر علی اشاره فرمودن به درستی، سقف موفقیتی. توی دانشگاه بهترین اتفاقی که شما برای شما میتونه بیفته اسیستنت پروفسور، اسوسییت پروفسور و بعدش فول پروفسور است. حالا این فول پروفسور میتونه مثلا کارهای دانشگاهی انجام بده، رئیس دپارتمان بشه یا حتی مثلا رئیس مسئول تحقیقات بشه، آخر سر مثلا رئیس دانشگاه بشه. این حالت، ولی واقعا این اصطلاحی است میگن sky is the limit،
برای موفقیت توی صنعت واقعا من احساس میکنم که فعلا سقفی وجود نداره. شما هر جایی که برین میتونیم ملحق بشین. اینم دوباره بگم، واقعیت اینه که دنیا در کل اونقدر صفر و یک نیست و مشخصا در مورد رشته هایی که دوستان توش کار میکنن اونقدر صنعت به دانش و گره خورده که یک مقداری خیلی راحت تر شده از گذشته که آدم ها بین صنعت و دانشگاه در آمد و رفت باشن. خیلی هاشون یه ایده رو توی دانشگاه پرورش بدن بیان بیرون توی صنعت به یک کمپانی تبدیل بکنن، خیلی هاشون توی صنعت آدم ها خیلی موفق باشن اون تجربه رو برگردونن توی دانشگاه استفاده بکنن. این انعطاف پذیری کلان هم کلی هم که دانشگاه که دنیای نوین داره خلق میکنه توی محاسباتمون لحاظ کنیم. خیلی عالی بود واقعا، هم حرفای شما هم حرفای دکتر ربیعی، من واقعا لذت بردم. بفهمید آرش شما بفهمید. من واقعا آره خیلی نکات خیلی مهمی اشاره کردن. یه نکته دیگه هم دکتر ربیعی اشاره کرد، مسئولیتی که دارین. حالا یه ذره بیشتر از بحث روانیش و بحث این همه، شما وقتی این موقع اپلای میشه شما ممکنه بفهمید چه فاندی دارین، آیا مثلا اون فاندی که حالا داخل خارج میگیرین این فاند قرار کجا مصرف بشه و شما این کاری که حالا چه تو صنعت چه تو آکادمی میخواین بکنین فردا کد این امنیت روانی شاید اون اولش بگین وای من میخوام برم مثلا بهترین جا، ولی پس فردا میگه من از حالات کسان مختلفم از شاگردای دکتر ربیعی هم بودن دوستان ما بودن، با خودتون فکر میکنین که من این جا رفتم فلان کارو کردم این کار از لحاظ اخلاقی چه فایده‌ای داره، یا حتی مثلا من این محصول رو دارم توسعه میدم. مثلا یه مثالش هم از دکتر شریفی بود، مثلا توی سیستم‌های بانکی کار می‌کردن و اینا، بعد یهو یه لحظه گفتن مثلا من این همه دارم برای سیستم بانکی کار می‌کنم، آیا این به درد دنیا آخرت منو بقیه می‌خوره؟ بعد مثلا یهو مسیرشون رو تغییر دادن. یه ذره این به این چیزا فکر کنین موقع انتخابتون که بعداً چیز نشین که وای چیکار کردم الان. مرسی، سلامت باشید. پرهام جون دارین صدای منو؟ آره، حقیقتش من خیلی مدت کوتاهی که با شما استفاده میکنم، خواستم بگم که من مدتی که شما کوتاهی که شما رو میشناسم، ولی به عنوان یکی از اوهن گردن کلوفتای صنعت نرم افزار کشور با توجه به اون گیتاب افسانه‌ای که داری من خیلی احترام زیادی به شما قائل دارم. واقعا خیلی خیلی افتخار میکنم که یک کسی مثل شما رو میشناسم. من میخواستم از دو جنبه صحبت رو بررسی کنی. یکی در مورد مسئولیت، چون میدونم الان توی اسنپ یه جای خوبی اون بالا وایسادی، و در مورد موفقیتی که توی صنعت وجود داره میخواستم اینم که نظر چیه، چون هم آقای دکتر ربیعی و هم آقای دکتر رافعی در مورد صحبت کردن، خواستم که تو صنعت به نظر داستان چطوری است، هم از لحاظ مسئولیت و هم از لحاظ موفقیت. بفرمایید. مرسی مرسی. ببین من حقیقتش اول یه نکته بگم، چون همه عزیزان اینجا خب خیلی من در واقع در مقیاس جهانی بحث میکنم، واقعا خب اونجا داستان خیلی متفاوته، ولی توی ایران مشخصا و تجربه که من داشتم یه نقطه داستان از همه این چیزایی که صحبت کردیم فرق داره. یعنی شما توی ایران حداقل توی بحث تکنیکال و توی بحث اینکه وارد یه کمپانی بشی یه بار اخلاقی خیلی خوبی که یعنی انجام میدی اینه که یه تعداد خیلی زیادی آدم وجود دارن توی کشور که اینها فرصت آموزش توی دانشگاه خوب رو نداشتن و دنبال اینن که بیان وارد بازار کار بشن، و الان متاسفانه بازار کار ما اصلا آدم سینیور نداره. یعنی من خودم وقتی مثلا وارد بازار کار شدم، حالا حداقل توی اسنپ کسی که منو منتور میکرد 7 سال 8 سال فقط سابقه توی یه شرکت دیگه داشت قبل از اسنپ، و الان مثلا من اونجا شدم سینیور و حالا در واقع با یه سری از بچه افتخاری دارم که همکاری کنم، ولی مثلا سابقه من 3 سال 4 ساله و این خیلی متفاوته از اون داستانی که بوده. یعنی یه بار اخلاقی که اینجا وجود داره اینه که اگه آدمایی که در واقع میتونن یه کاری انجام بدن نیان توی صنعت و این کمک رو بکنن، واقعا کشور رسیده به نقطه‌ای که به خاطر این حجم مهاجرت‌ها چیزه، یعنی آدمای کمی موندن که بتونن بقیه رو کمک کنن که تو این سیستم بیان بالا. و دانشگاه ما هم متاسفانه اون معیارهایی که الان داریم صحبت می‌کنیم رو نداره. یعنی من توی دانشگاه که بودم دقیقاً به خاطر همین مهاجرت‌ها و فشار اقتصادی، شما هیچ وقت تیم مثلا
آزمایشگاهی ندارید، یعنی اون حس همکاری هیچ وقت بهتون شکل نمیده که بگین من توی لبی ام، حداقل تجربه من که مثلا تو این لب روزی که میری 3 نفر 4 نفر آدم هستن و همه مثلا کاراشون تو یه راستا طراحی شده و مثلا میخوان یه هدفی رو براتون. من تجربه این بود که ما یه لبی داشتیم تو حوزه اینترنت اشیا که مثلا می‌خواستیم یه در واقع مثلا ساختمون هوشمند طراحی کنیم. یه چیز خیلی ساده، ایده‌اش هم از فکر کنم دانشگاه واشنگتن آورده بودیم و می‌خواستیم مثلا یه خونه هوشمند درست کنیم، بعد حالا بیایم الگوریتم لرنینگ روش بیاریم زیر ساختش رو درست کنیم. که خب با اومدن در واقع تحریم‌ها اینا کلا داستان از بین رفت دیگه. و این شاید تنها تجربه‌ای بود که من می‌خواستم بگم که من تو آکادمی که کار کردم تجربه کار تیمی دارم. و مثلا داریم 5-6 نفر کنیم. بعد از اون دیگه همه تجربه ها اندیویژوال بود، آدم ها تنهایی سعی میکردن فقط پیپرشون رو تمام کنن و یه استپ در واقع برن جلوتر. یه دوره میگم فضا از اون چیزی که داریم صحبت میکنیم متفاوت. حالا دقیقا شما گوش میدادن و استفاده میکردن واقعا همین بشه. من اصلا هیچ وقت تجربه خارجه نشدم. توی چیز توی اینداستری ایران هم یه تفاوتی که با حالا این دستوری خارج داره، این شاید حالا جنبه مثبت اون اتفاق باشه، چون آدم هایی که سینیورترن رفتن شما دستتون بازتره، یعنی آدم های سینیورتر عموما این استرسر همیشه دارن که ما کار جدید نکنیم چون بیزینس ضربه میخوره و من مثلا این پوزیشنی که الان دارم 5 سال 6 سال اینجا تکون میخوره و خطرناکه. ولی چون هم آدم ها جوانن شما مثلا تو اسکیل اسنپ یه تکنولوژی جدید میاری و میگی میخوام تستش کنم دیگه، کسی هم نیست بگه که نه آقا حالا مثلا این کار نکن خراب میشه، میری انجام میدی خراب هم میشه درستش و مثلا تیز میکنی با هم کار در میاری. و مثلا ما خیلی از این کاری که اتفاق افتاده همجور شروع کردیم. مثلا ما برای اولین بار میخواستیم تو اسنپ یه ارگانیزیشن اوپن سورس داشته باشیم، یعنی کار اوپن سورس کنیم. بعد قدیمی خیلی حساس بودن که این کار اگه اوپن سورس بشه حالا نمیدونم ان دی ای شرکت چی میشه، بعد این کد اگه خوب نباشه یکی بیاد بگه این کد خوب نیست چی میشه. بعد که اون آدما رفتن ما گفتیم ما اوپن سورس میکنیم، خیلی هم مهم نیست یه کسی هم حرفی زد بعدم این جواب بده. و الان 2-3 سالی که یه تری از پروژه که حالا فکر میکنیم به درد بقیه میخوره مثلا اوپن سورس کردیم و گذاشتیم روی گیت هاب. این حالا تجربه من، میگم یه مقداری از صحبت دوستان متفاوت بود. حالا مرسی که در واقع میدجان این دورم به من رسید، من خواستم این تفاوت‌ها رو بگم. مرسی، سلامت باشین، خواهش میکنم. خب اوکی، ما بریم سراغ یکی دو تا سوال. من که گوشیمو نگاه میکنم جسارت نباشه، من سوالا رو روی گوشیم دارم نگاه میکنم، یه مدت بی ادبی نباشه. خیلی حالا میشه بگیم جزئیات مثلا در مورد سوال کردن، در مورد کار کردن همزمان با چی پرسیدن آکادمی، که مثلا گفتن که اگه دانشجوی دکترا باشید و همزمان کار هم بکنید، مثلا این تفاوت فاز این دوتا باعث نمیشه که مثلا به این ضربه بخوره یا اون ضربه. نمیدونم بذاریم اینا رو آخر سر جواب بدیم یا فعلا یا همین الان جواب بدیم که بحث کشیده بشه به این سمت. دکتر ربیع هم مشتاقانه میخواد جواب بده. میخواید این چون بیشتر به من مربوط میشه من جواب بدم خدمتتون. ببینید ما یه موقع یه اظهار نظر ایدئال می‌کنیم، یه موقع واقعیت‌های جامعه رو می‌بینیم. این دو تا خب ممکنه یه مقدار با هم همخوانی نداشته باشه. ببینید شما وقتی که دکترا دارید می‌خونید، باز من دارم اوریج صحبت می‌کنم نه استثناء، آوتلایر صحبت نمی‌کنیم. ترند فعلی دنیا اینه که وقتی شما دانشجوی پی‌اچ‌دی هستید، دانشجوی فول تایم باشید. برای چی دانشگاه‌های خوب دنیا به شما اسیستنشیپ میدن؟ برای چی میدن؟ و اگر بدونن که شما بیرون کار میکنید، سریع قطعش میکنن. یعنی شما در حقیقت شهری دانشگاه دیگه پرداخت نمیکنن براتون، اون استایپند ماهیانه رو بهتون نمیدن. دانشگاه‌ها سعی میکنن یه مقدار مینیمم به شما بدن که سروایو کنید و فول تایم ریسرچ انجام بدید. ترند فعلی دنیا همینه و درست هم هست. یعنی شما چرا به قول شورش کالشتانا جای ریموته؟ برای که شما وسط تان باشید، صبح تا شب میرید پارتی و این ور اون ور دیسترکشن دارید. اینها اونجا هستن برای که شما بتونید سریع فوکوس کنید، سریع از شر اونجا خلاص شید، برید به زندگیتون برسید. بنابراین یه دانشجوی دکترا در حالت ایدئال باید خرج مینیمومش رو، نه خرج یه زندگی لاکچری. مثلا یه دانشجوی تیپ آمریکایی نه من ماشین نداره فلان نداره، دانشگاه درسش میکنه، یه پول داره برای اجاره یه محل و اینکه یه خورده خوراکی داشته باشه و یه لباسی بخره، بیشتر از اون نیست.
و فوکوس بکنی روی ریسرچش، هیچ دیسترکشنی هم نداشته باشه. و درست هم همینه، یه دانشجوی دکترای موفق دانشجویی که تمرکز داشته باشه، استمرار داشته باشه، فوکوس باشه و کلابوریشن خوب داشته باشه. حالا پرهام گفتش لبای ایرانی چجوریه، ولی لب ما اینجوری نیست، کامل گروهی تیمی کار میکنیم. حالا آقای پوردامگانی برادرشون بیشتر پشیمون بودن و بیشترشون هم برمیگردن، واقعا میگن این محیط محیط خیلی عالی. بنابراین کار دانشجو پی اچ دی اینه. ولی خب تو ایران یه واقعیته، وقتی که ما دانشجو دکترا رو اون مینیمم ها رو براش فراهم نمی‌کنیم برای اینکه سروایو کنه، مجبور کار کنه، اینکه نه اینکه بخواد کار کنه، مجبور کار کنه. و درست این هستش که در موقع تحصیل دیسترکشن نداشت و کار نکرد و بعد از فارغ شدن از تحصیل ها رو توی یه زمانه مثل اینترنشیپ و غیره یه فلیوری از کار کردن رو تجربه بکنه. ولی کار درست برای یه دانش پی اچ دی خوب اینه که تمرکز بکنه و هیچ دیسترکشنی نداشته باشه و این تحصیل کار نکنه. باز من میگم، من دارم اوریج رو میگم، چون من خودم تخطی کردم از این. من موقع دکترا کارم میکردم تو بلدر، منتها ریسرچی که تو بلدر تعریف شده بود دقیقا شد تز دکترای من، بخاطر این الائمنت وجود داشت. ولی خب این استثناء خیلی پیش نمیاد. من خوش اقبال بودم ولی همیشه این اتفاق نمیافته. بنابراین پاسخ به ایشون این هستش که در دوران پی اچ دی توصیه اینه که اگر میتونید کار نکنید. متشکرم. خیلی ممنون. فکر کنم من خودم خیلی بیست کیس قضیه واسه جواب دادن به این سواله باشم. من خودم همین الان دانشجوام، ولی خب دارم کارم میکنم. دانشجو هستم و مهندس نرم افزار هستم توی شرکت. دکتر، حقیقتش خیلی سخته توی این اوضاع، مخصوصا پسر باشی یا توی ایران کار نکنی. حقیقتش رو بخوام بهتون بگم، یعنی من که با شما هم زبانم، منم میگم وقتی که شرایط مهیا نشه شما مجبوری کار کنی، دیگه در اختیار شما نیست. نه آره، میخواستم که شرحی بدم. مثلا من خودم که اهل تهران نیستم، خب من کردم بچه ایلامم و مثلا اومدم اینجا و خب شرایط خانواده هم اونجوری نبوده که بخواد از من حمایت بکنه، ولی خب خدا رو شکر مثلا تونستم یاد بگیرم و الان صورت ریموت مثلا دارم خارج از کشور کار کنم. یه قسمتش واقعا مجبوریه، مخصوصا اینکه ما یه کانسپت وحشتناکی به اسم سربازی هم داریم که دیگه واقعا، یعنی من همین الانش هم خیلی ترسو از اون رو دارم و اینکه اصلا یکی دو ماهی بیدارم فارغ التحصیل شم از ارشد در رو ما چه اتفاق بستم بیفته. بهتون بگم برای بچه هایی که دانشگاه تحصیل میکنن یه راهکاری هستش که سربازیشون رو یه جوری بدون اینکه برن به سربازی با اون نرم معمول انجام بدن. اگر راهنمایی خواست هر کس من در خدمتشون هست. راهکارهای متفاوتی هم هست. آره، ولی خب بالاخره بازم خب من فرض کنیم مثلا برم یه کار پژوهشی بگیرم یا مثلا برم توی عنوان سرباز دانش بوندان مثلا برم توی یه شرکتی کار کنم، بازم حقوقش اون حقوق کاملی که باید داده بشه نیست. مثلا همین الان حقوقی برم سرباز دانش بوندان توش حدود مثلا 6 میلیون 5 میلیون هستن، در صورتی که این کف زندگی هی داره بالا پایین میشه، داستان میشه. یعنی یه جورایی چاره هم نداریم حقیقتش. این حرف دل بود، نه اینکه مثلا بگم شما دارین درست میگین اشتباه میگین. من خودم واقعا دارم درکش میکنم و اینش هست. یعنی خیلی هم متاسفانه تحت تاثیر قرار میده روند حتی مثلا تحصیل. مثلا من البته ما به فکر شما بودیم، یعنی به فکر ببینید، من خواستم حالا یکی از معیارهای دیگه اثرگذاری اجتماعی و اون سوشیال استاتوسه. اینداستری سوشیال استاتوس خودشو داره، اثرگذاری خودشو داره. اگر مثل پرهام شما دارید یه محصولی میدید که مردم زندگیشون رو راحت‌تر انجام میدن، خدمات خوبی میگیرن، خب این خودش در حقیقت خیلی ساتیسفاینگ. از اون طرف هم شما به عنوان یه استاد با دانشجوهایی سر و کار دارید، دانشجوهایی از کنار شما میان میرن رشد میکنن که وقتی نگاه بهشون میکنی مثل آرش، مثل برادرش و غیره آدم لذت میبره. و مسلماً اینها بچه‌هایی هستن که از خود ماها خیلی بهترن، خیلی اثرگذارتر میتونن بشن و این خودش
خیلی ساتیسفاینگه. بنابراین هر کدوم لذت خودشو داره، این بستگی داره که شما از چی لذت میبرید. ولی در ارتباط با سربازی یه کار دیگه ما کردیم، ما به فکر بچه‌ها هستیم، یه پایلوتی الان داره ران میشه، لااقل تو شریف مثلا لب ما یکی از این پایلوت هاست، تز فوق لیسانس یا دکترای شما به عنوان سربازتون حساب میشه. دکتر من بتونم یه سربازی از شما بگیرم؟ در آورد از کار میشه یه دازم اشکایی ماشالله و این میشه انشالله و این میتونه خیلی دغدغه شما رو برطرف کنه. سلامت اگه اشتباهی چند بار میخواست صحبت کنم میبخشید چون بعضی بچه خارج کشور من این تبلیغ هم رو کنم مثل شورش و غیره، کسایی که تو دانشگاه خوب خارج کشور یا شرکت های خوب کار میکنن میتونن یه دونه پروژه تحقیقاتی انجام بدن، هیچ ریکوایرمنت پابلیکیشن و اینام نداره، یه پروژه تحقیقاتی انجام میدن و کارت معافیتشون رو میگیرن و هیچ دوره آموزشی هم نداره. من خودم یه دونه سرباز داشتم از دانشگاه تکساس A&M، ایشون اونجا استاده الان، یه پروژه با من انجام داد یک ساله و معافیتش هم گرفت. چند تا دیگه هم یه نفر از استنفورد دارم و چند نفر دیگه. بنابراین دانشگاه به فکر شما هست. آقای دکتر یک مشکلی که وجود داره اینه که به هر حال به خاطر تحریم‌های الان هر نوع فعالیتی که نشون بده یک انتقال تکنولوژی از خارج از کشور به ایران صورت میگیره میتونه به قول گوشه بعدی تیز کنه. حالا بله ما به اون مسلط هستیم و کاملا این تحقیق شده، بنابراین پروژه طوری تعریف میشه که اصلا جنبه انتقال تکنولوژی نداره، یعنی ما حواسمون به بچه‌ها هست. ولی اگر اجازه داشته باشم و اگر جسارت نباشه، من یک مقدار با اون فرمایشی که شما فرمودین واسه واقعا خیلی موافق نیستم. من فکر نمی کنم فلسفه دانشگاه توی کالج تا نیده باشه که مردم از مهمونی دور کنن. جوانای امریکا رو از مهمونی دور کنیم دانشگاه ورشکست میشه بدون شرط. و اونا اگر مثلا شما جاهایی نداشته باشی برای که دور هم جمع بشن، دانشگاه موظفه که این امکانات رو برات فراهم بکنه. و الا در مقایسه با این همه جاهای دانشگاهی دیگه که وجود داره به عنوان یه بزنس که میدان شرف هم بزنس واقعا بقای آنچنانی نخواهد داشت. یک. دو، اگر سیتیزن کشور امریکا باشین، دانشگاه نمیتونه مانع شما بشه برای اینکه کار دوم داشته باشین. ما چون روی ویزای دانشجویی میای، ما موظفیم که یک ساعت فقط خاصی رو توی دانشگاه کار بکنیم و غیر از اون شرایط خودشو داره. غیر از اینکه البته فرمایش شما بعضی وقتا خود دانشگاه مثلا از طریق اینترنشیپ امکان اینو فراهم میکنه که شما برید با نظارت خودش تجربه صنعت رو کسب بکنید. ولی اون چیزی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که اگر شما، ما در ابتدای اصلا عرض کردم که ما معمولا با دو گروه آدم ها طرفیم. بعضی ها رو من دیدم که از روز اول میدونن میخوان چی کار بکنن و مصمم و آگاهانه در اون جهت میرن و اون کاری که میخوان انجام بدن. یه عده دیگه مثل من هستن که تکلیفشون خیلی با خودشون مشخصه، چه کاره بشم، کجا برم، چی کار بکنم، کی از دانش کوانتوم فیزیکس من میخواد استفاده بکنه، از واحدهای ریاضی که مثلا توی دانشگاه کردستان من گذرم کی میخواد برای اینا پول بده. خیلی باید متوجه این برای اون آدم ها که هنوز مسیرمون کاملا مشخص نیست که دانشگاه اون کاری که من میخوام انجام بدم و ریسرچ دکترا اون چیزی که من رو به جایی که من میخوام برسونه، وقتی که اون جایی که میخوام باشم رو هنوز نشناختم، برای من بهتره که تا میتونم امتحان کنم، تست کنم و علاقه مختلفم رو مثلا آزمایش کنم. مثال خیلی واضحش بیل گیتس و آقای زاکربرگ بود که توی فعالیت‌های دانشگاهیشون یه پروژه رو انجام دادن، پروژه به بیرون کشید و اصلا از دانشگاه اومدن بیرون، چون متأسفانه اون علاقه واقعیشون هست و فرصتی هست که در اختیارشون قرار گرفته که نه تنها دنبال بکنن بلکه مدلی که دنیا کار میکنه رو عوض بکنن. من فکر می‌کنم اگر مثلا اون علاقه واقعی رو هنوز نشناختیم که در نتیجه انجام دادن چیزها به وجود میاد، تا میتونیم چیزهای مختلف امتحان بکنیم. من خیلی بعید میدونم که کسی که مثلا سافت‌ویر انجینیر میخونه توی شریف غیر از اینکه تمرکزش تو سر رو درساش باشه، سه چهار تا ایده مختلف دیگه تو ذهنش نباشه که نخواد امتحان بکنه، که چه بسا از مثلا تحصیلش بتونه اثرگذاری بیشتری هم روی خودش و هم روی جامعه داشته باشه. گستاخ من رو ببخشید، فقط خواستم نظرم رو گفته باشم، امیدوارم بی‌ادبی نکرده باشم جناب دکتر ربیعی عزیز. نه خیلی خوشحال شدم. منم شما موافقم، البته
دانشگاه‌هایی هم که توی ریموت لوکیشن هستن همشون شما بهتر می‌دونید، یه سری ارگانیزیشن داخل دانشگاه هست که خب ایونت های خیلی متفاوت و متنوعی دارن، نه اینکه بچه‌ها سرگرمی داشته باشن، دیستراکشن بیرونی منظورم بود. خیلی از دانشگاه‌های آمریکا به این معروفن دیگه، مثلا سان دیگو استیت مشهور، بهش میگن پارتی اسکول، هر روز 6 هفته پارتی دارید، پارتی‌ها یکی معلوم نمیشه اینجا، یعنی تعریفش بکنم. حتما این مسائل هست و مسئله هم که شما فرمودید در کل منم موافق هستم. خیلی ممنون از بیانات. من دیدم که پرهام دو سه بار میخواست صحبت کنه، بعد هی استاپ میشه دو خواست صحبت کنه. مرسی پرهام جان. منم میخواستم حالا راجع به همون بحث اولی که صحبتش شد صحبت کنم، همون بحث کار کردن همزمان با پی‌اچ‌دی. من تجربه خودم این شکلی، من هنوز درگیر این داستان پی‌اچ‌دی هستم، من پی‌اچ‌دی رو شروع کردم و هنوز درگیر این تصمیمم که آره مثلا چه بلایی سر این پی‌اچ‌دی بیارم و با بقیه زندگی چی کار کنم. من یکی از دوستام همزمان هوش بود و تونست این کار انجام بده که مثلا توی یه شرکتی کار کنه که اون پروژه، مثلا این برای بچه هوش ما خیلی اتفاق میفته که اون پروژه که تو شرکت هست، حالا نه اینکه در راستا ولی نزدیکه، یعنی حداقل کانسپت های مشترکی رو تو روز میبینم و این آدم خیلی موفق بودم. ما توی گروه شبکه این مشکل رو داشتیم که مثلا من سافت انجینیرم، چیزایی که اصلا تو روز میبینم واقعا ارتباطی به اون ریسرچ پیدا نمیکنه و این خیلی کار سخت میکرد. ولی خواستم بگم حداقل تو ایران، چون همین که آیدی فرایان گفتن همه مجبورن که بلا کار رو بکنن، اون آدم ها حداقل ذهنشون دیگه گسسته نمیشد، یعنی اگه یه الگوریتم هوشی بود بالاخره اسمش اونجا میومد، ولی ما واقعا این چیزا رو نداشتیم تو داستان. من فهم هستم همین اشاره رو کنم. مرسی. خیلی ممنون. یه حرفی، یه بحثی، یعنی کوچولو اشاره شد میونه صحبتامون، بحث همین جذابیت و پیشرفته و این هاست. من خیلی دوست دارم در مورد این صحبت کنیم، چون من حقیقتش خب حوزه‌ای که خودم توی دانشگاه کار میکنم مهندسی نرم افزاره، بهش میگن اینتلیجنت سافتور انجینیرینگ یا دیتا ساینس فور سیفتی. میشه گفت ولی کاری که دارم اون سمت توی شرکت کنم خیلی واسه من جذابتر و یعنی من فقط دنبال اینم که یه جوری بدونم کله این درسه زودتر کاراشو مثلا کاراشو تموم کنم باشم برم سراغ مثلا تسکای شرکت. الان البته مثلا که پارانامو تموم کردم و که احتمالا چند وقتی دفاع میکنم زده توی سر درس کمتره، خدا به شکر استاد راهنما نیستش اینجا، من قطعا دفاع نمی کردم. ولی اینو من بین همه دوستان دارم میبینم، حتی یکی دو تا از دوستان که توی لبه دکتر ربیعی هستن، این جذابیت اونقدری که توی مثلا ML اندستری یا پرکتیکال هست یه با اون جذابیتی که توی ML دانشگاه هست، یا حالا کامپیوتری هستیم دارم اینجوری صحبت میکنم و همه اون یک کانسپت مشترک داریم که فهم مشترک داریم. به نظر من جذابیت هم خیلی مهمه، چون اون جذابیت هست که کیویت میکنه که بری بالا زور بزنی موفق بشی، حالا آزادی عمل کسب کنی، زور بزنی مثلا کارهای جذابتر انجام بدی، بری سراغ چیزهای مختلف. اگه اون نباشه یه ذره اینجا تو ذوق آدم میخوره و میگه خدا فقط من بزنم این بره فیکای سوتری مثلا برم سراغ یه کار دیگه. اینم فکر کنم یه فاکتور خیلی مهمه، چون مثلا میگن ریسرچ کار بیهوده یه، داره کار تکراری انجام میشه، خب مگه چند تا در سال مثلا ریسرچ که دنیا انجام میشه که واقعا داره علم رو مثلا حتی در حد یه میلیمتر تکون میده جلو میبره و تاثیر داره با اینها. اینم دوست دارم بررسی کنیم، یه فاکتوری به نظرم فاکتور مهمیه که فکر میکنم هر 4-5 تامون ببینیم دقیقا داریم در مورد چی صحبت میکنیم و بحثش بحث جالبی بود. البته حرف شما درسته، در نهایت ما واقعا باید کاری رو انجام بدیم که ازش لذت میبریم و برامون جذابیت داره، ولی لذت تعریفش برای همه یکسان نیست و یه مفهوم دایورسه و باید هم اینجور باشه، وگرنه اصلا این زنجیره اصلا خواهد پاشید. مثلا بچه هایی که ریاضی محض کار میکنن از چی لذت میبرن؟ از حل کردن یه مسئله ابسترکتی، اصلا ممکنه 50 سال دیگه بشه تکنولوژی.
ولی اون لذتشو میبره. درسته؟ پس تعریف لذت هم برای افراد متفاوت فرق میکنه. ولی به عنوان یه اصل کلی توصیه من به شما اینه که واقعا کاری رو بکنید که ازش لذت میبرید. خیلی به پیر پرشر و پرشر خانواده و اینا یکم مقاومت داشته باشید. واقعا کاری رو بکنید که ازش لذت میبرید و اون کاری اثر بخشی خوبی خواهد داشت که آدم ها ازش لذت میبرن. همه جای دنیا همینه. حتی یه آشپز هم که آشپزی میکنه اگه با عشق آشپزی کنه واقعا مزه غذا فرق میکنه و این کانسپتی که همه دنیا قبول دارن. لذا این چیزی که شما میگی درسته. شما اگه از این کار لذت میبری واقعا آکادمی نرید. خیلی از آمریکایی‌ها لااقل تو رشته مهندسی که ما بودیم تقریبا 90% دانشجو خارجی هم. چون آمریکایی رو همون کاست بنفیت مالیه لیسانس گرفت میره سر کار. موقعی که من پی‌اچ‌دی میگیرم اون 6 سال سابقه کار داره حتما حقوقش بازم از من بیشتره با مالیه لیسانس با سابقه کارش. کارش هم لذت برده و ممکنه من برم پی‌اچ‌دی بگیرم لذت نبرم زجر بکشم. اون وقتی که چی میگه هم دنیا رو باختیم هم آخرت. بنابراین واقعا کاری رو انجام بدید که حتما ازش لذت میبری چون در موفقیت شما خیلی موثره و خیلی در بند این پرشرهای جانبی نباشید واقعا. چون این پرشرها اگرم پلو نشکسته که الان شکسته خواهد شکست. بنابراین توصیه من اینه که واقعا کاری رو بکنید که ازش لذت میبرید و فکر میکنید موثرتر هست. بفرمایید آرش جان. من یه چیز دو تا رویه گفتم میخوام اینجا به هم وصل کنم. یکی این که توی همین کار آکادمیک اگه بخوایم به اون لذت رو نمونم اینا برسیم یکم گفتم با تمرکز خیلی بیشتریه و این لذت هم یه لذتیه که در آن در اون این جاهای مثلا شما هر ماه هر هفته جلسه ندارین هی پروداکت ریلیز بشه اینا ممکنه یه لذت یه مقاله مثلا 2 سال بعدش. مثلا من خودم واقعا 2 سال اول داشتم گفتم آقا من دارم چیکار میکنم با زندگیم. الان بعد از 2-3 سال گذشته میگم واو مثلا این کاری که من دارم میکنم ممکنه مثلا 20 جا مثلا به درد بخوره. این یه فرقیه که فکر کنم توی یه ذره با حالا کسا من خودم هم میدونم توی عمل خیلی سریع‌تره ولی توی آکادمیک هم با تاخیره و این با تاخیره ممکنه مثلا بعضی جاهای اون لذت با تاخیرش دلنشین‌تر باشه برای واسه همینجوری رو گفتن هر کسی مدلاش فرق کنه و با مدلی که خودتون دوست دارین پیش برید. منم اگر پرهام جان نمیخواد چیز اضافه کنم این چیز اینجا اضافه کنم اگه چون من خیلی حرف زدم خب اون اوکی نمیخواد اضافه کنم سورشم نه من اون فرمایشی که دکتر ربیع فرمودن و آرش جیدم مثال خوبی زدن چی عرض کنم این خیلی ایده خوبیه که آدم ها چیزایی که دوست دارن انجام بدن. فقط یک مقدار متاسفانه یه سری کتاب‌ها و مباحثی سر ما کلا گذاشتن سر اینکه اون چیزی که دوست داریم چجوری پیدا بکنیم و این چیزی که ما عرض کنم برمیگره مبحث قبلی. میگن تو دهه 50 60 میلادی بود که روانشناسا متوجه شدن که اون خروجی‌هاشون فقط لازم نیست مقاله باشه برای ژورنال‌های روانشناسی و یه دفعه شروع کردن در مورد هپینس نوشتن و در مورد ورک هابیت نوشتن و چیزای مختلف نوشتن. عامه بسیار بسیار علاقه‌مند به اینی که مثلا هپینس رو از دید روانشناسا یا خوشحالی رو شاد زیستن رو بدونه از دید روانشناسا چی و ادامه میده و این رو شروع کردن کتاب‌ها رو نوشتن و مطالب رو برای عوام مثل من مثلا تولید کردن. در یک مقطعی اینا به این عبارت خیلی مهم در 10-20 سال گذشته بود که find your passion یا به قول این علاقت رو پیدا کن و برو دنبالش. و متاسفانه اینجوری که به ما میگفتن یعنی حداقل تعبیری که ما داشتیم بود که این find your passion اینه که شما از اول میدونید چی کار میخوای بکنی و بعد فقط بریم کار رو انجام بدی. در حقیقت متاسفانه تمام کسایی که این چیزا رو میگفتن نمیگفتن که آقا چجوری find your passion انجام بدی. و من فکر میکنم که برای دسته از آدم ها که عرض کردم دسته دوم آدم ها مثل ما که اون علاقه رو هنوز پیدا نکرده اون علاقه جایی نیست که روی دیوار نوشته شده باشه، جایی نیست که از وقتی که بدونیم چیه رشته دانشگاهیمون لزوما مشخص نمی‌کنه. اینی که ما کارهای مختلف رو انجام بدیم و بهش زمان بدیم ببینیم از کدومش بیشتر لذت می‌بریم و تو کدومش بهتریم من فکر کنم در طول زمان کمک بکنه که به اون فرمایش دکتر ربیع برسیم که علاقه رو شناسایی می‌کنه با کارهای مختلف و
بعد از اینکه شناسایی کردی اون رو مستمر انجام بده، چون واقعا معجزه‌های زندگی همون جای اتفاق میفته. خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنون شما خیلی قشنگ کلیریفای میکنید و واقعا لذت میبرم من از سوال کردن شما. دو تا بحث هست توی من خودم حالا مقالات علمی رو دنبال میکنم بیشتر، حالا همین حوزه نرم افزار و هوش تقریبا بیشتر نرم افزار هم علاقه کاری من هست هم علاقه چیز من. توی تقریبا میتونم بگم که از 2017-18 به بعد یه سری مقالاتی داره بولد میشه و یه سری چیزایی داره زیاد بهشون توجه میشه که تحت این عنوان ها، مثلا on the gap between مثلا academic and industry، on مثلا معروف چیز باحال ترین چیزایی که دیدم security concern ها بودن، نگرانی های امنیتی، که مثلا گفته بود که الان روز تو صنعت داره در مورد چه نگرانی های امنیتی صحبت میشه، مهندسان نرم افزار توی صنعت چطوری دارن در مورد چیز فکر میکنن، دارن چه نگرانی در نظر میگیرن، چطور دارن مشکلات رو ادرس میکنن، حل میکنن، تو صنعت توی آکادمی داره در مورد چیا بحث میشه، روی مثلا چیا صحبت میشه و اینا، که مثلا رفته بود سلام مقالهشم حتی میگم واسه بچه‌ها بذارم چون چیز هست، من رفته بودن که از 120 تا کسایی که متخصصین امنیت توی صنعت بودن و اونا رو آورده بودن و رفتن ریسرچ های تاپ امنیت هم بررسی کرده بودن و حالا سراغ آزمایشگاه هم رفته بودن، اونجا میگفتن که یه گپ خیلی بزرگی وجود داره بین مشکلاتی که اینجا وجود داره و مشکلاتی که اونجا درش پرداخته میشه و حالا اینکه هیچی و گفته بود نحوی حل کردن اینها هم خیلی متفاوته، یعنی مشکلات توی صنعت داره یه جوری حل میشه که اصلا خیلی مثلا لغمه رو صافی در مزرستن، اصلا توی اکادمیک مثلا لغمه رو از پشت سر بودن توی در مزرستن، یعنی داشت خیلی دارن یه جورایی دارن مشکلات رو حل میکنن که اصلا این سمت نمیتونن، چون تو بخوای اون شکلی حل بکنی احتمالاً هکری 3-4 تا بک‌آپ از سرور شما رو دور از شما بیشتر اپلیکیشن رو دیتا هاتون داره تا بخوای پاشید اون رو حل بکنی. این هم می‌خوایم بهش بپردازیم که چرا خب این قبوله که ماهیت این دو تا فرق می‌کنه و اینها، ولی چرا مشکلاتی که یعنی راه حل‌هایی که تو صنعت داره ارائه میشه به نسبت راه‌هایی که داره اون سمت توی آکادمی راه میشه و سر مشکلاتی تا حد مشابه اینقدر هم متفاوتن، این وقت خیلی پرکتیکال تر و اوکی تره، خیلی قشنگ قابل درک تره، ولی اون سمت نه، مثلا این یه راه حلای عجیب غریبی چیده شدن توی خیلی از مواقع که بتونه یه مشکلاتی رو حالا حل بکنه. یعنی من خیلی خوشحال میشم که آرش جان اول بحث رو شروع کنن چون یه مدتی ساکت هستم در سراغش بیاریم. همین من اینا چون یه ذره هم توی این بحث این وریفیکیشن اینا کار کردم، این کلو اینه که همین مثلا این تفاوت دیده مثلا ناسا و اسپیس ایکس، اسپیس ایکس میزن و بتر کنیم مثلا موشک رو بره هوا، ما همجوری میدون این دوتا تفکره که دوتا تفکرم نیست که مثلا این بد باشه اون باشه، دوتا دیدگاه هم مختلف دارم و جفتشون هم مفیدن، این تحقیقای مدل ناسایی شدن که میخوام مثلا یه کاری رو یه راه حل درست درمون براش پیدا کنیم. یعنی من تو ارائه‌ام هم یه ذره گفتم مثلا این استاتیکال ماشین لرنینگ و مثلا اون سیمبولیک ماشین لرنینگ، الان میگه آقا همه چت جی پی تی استاتیکال ماشین لرنینگ مثلا از همه چی بهتره، اون کارا همه دارن میرن اون سمت، ولی بعدش مثلا در میاد که آقا یه سری جاها هم اون اشکال داره، ما باید برگردیم به اون روش‌های هوش مصنوعی که مثلا ما تو درس‌های سنتی می‌خوندیم، بعضی جا اون بهتر جواب میده. این دو تا چیز مختلف هم مثلا، و این نیست که مثلا بگیم این بهتر از اینه، دو تا روش مختلفه که داره جدا میره و این دو تا روش مختلف هم آره با هم دیگه صحبت نمی کنن، با هم دیگه حرف نمی زنن، مثلا جایی که دکتر ربیعی اصلا داره سعی میکنه دو تا آدم ها رو با هم دیگه ذره صحبت کنن، ولی این که این مثلا نمیدونم خیلی متفاوت از اونم بد نیست، دو تا چیز مختلف هم که دارن میرن جلو و از هم دیگه هم این وسط پاسکاری میکنن استفاده میکنن. دکتر بزنم شما بخواست
فرهام جان، فرهام من فقط قبلش در ادامه صحبت آرش جانم بگم که منم با صحبت آرش جان موافقم، یعنی منم تو فیلد خودمون هر دو مدل ریسرچ وجود داشت، یعنی هم مقالاتی داشتیم که میرفتن مسئله ها رو ریاضی حل میکردن و اصلا به این فکر نمیکردن که کجا قرار استفاده شه، میگفتن ما رفتیم اینو مثلا نیم درصد بهبود دادیم، حالا این نیم درصد به دردی که میخوره اصلا براش مهم نبود، یه جایی هم نه یه کاری انجام میدادن که مثلا میگفتن ما این حالا تو اینترنت اشیا ما رفتیم مثلا این سنسورها رو نصب کردیم، دو سال هم مانیتور کردیم و واقعا مثلا تونستیم بگیم که دیتا سریعتر میرسه مثلا و واقعا هم به درد. و منم موافقم با آرش، هر جفتش مهمه، حالا دقیقا پشن آدم ها فرق کنه، یه دی ممکنه این مدل دوست داشته باشن، یه دی اون یکی مدل هر دوست داشته باشن. خب البته نگاه کنید توی صنعت خیلی خیلی دوست داشتنی نیست، چون تو صنعت شما باید یه پروداکتی یه سرویسی رو ارائه بدید با کمترین هزینه، پس میرید دنبال ساده ترین راه، لازم نیست که اکتشاف بکنید، ولی توی دانشگاه ببینید دنبال اکتشافه، شما ممکنه برید یه راهایی که هیچ وقت واقعا مورد استفاده قرار نگیره، ولی تو هزار تا از این اکتشاف ها ممکنه یه اکتشافی در بیاد که بعداً هم عملی باشه و هم هزینه رو پایین ببره. برای برید اینا اهدافشون اینو داره متفاوته، جفتشون هم لازمه همونطور که بچه‌ها گفتن و همیشه همینطور بوده که تو اینداستری ما واقعا دنبال ساده ترین راهکارها برای رسیدن پروداکت سرویس با کمترین هزینه هستیم. ولی خب یه جایی هستن حالا شورش رو بلب صحبت کرد، چرا از تو بلب این همه در حقیقت اختراعات مهمی به وجود اومد که دنیا داره ازش استفاده میکنه؟ برای اینکه این آزادی عمل رو داشتیم، سختی روی هزینه ها به اون صورت نبود. ما حالا فکر کنم پرهان بود راجع به اسمارت هوم اینو صحبت میکرد، ما پروژه اصلیمون توی بلاب اتفاقا اسمارت هوم بود، ما یک گروه 450 نفره بودیم، سال 1993 تا 6 روی این مسئله کار کردیم که خیلی قبله، و خب به خاطر اینکه اونطور که مهدی گفت چون اون موقع ما اصلا به مدل کسب و کار فکر نمی کردیم، فقط خواستیم یه چیزی درست کنیم که خیلی فضایی باشه، خب اون موقع بیزنس نشد، بیزنسش افتاد همین سالهای اخیر. اینه که واقعا اون هدف خیلی مهمه و اینو دیکته میکنه و طبیعی هم هست، همیشه این داستری که مخصوصا سرویس پرووایدره یا پروداکت پرووایدره حتما دنبال این هستش که کم هزینه ترین راه رو برای رسیدن به اهداف محصولش بهش بپردازه. بنابراین بعضی موقع واقعا برای حل مسائل همونطور که آرش گفت به متدهای خیلی پیچیده احتیاج نداریم و خیلی اسیر هایپ نمیشیم، و این هایپ به ولیو هم خیلی مسئله ریشوش مهمه، این داستری خیلی بهش توجه داره که ریسرچ اورینتدن نه به این ریشوی هایپ ولیو خیلی توجه ندارن، و درست هم هست، و باید این آزادی عمل باشه که از داخلش یه مقدار اینویشن هایی به وجود بیاد که بعداً تبدیل بشه به پروداکت. منم اگه اشکال نداشته باشه چیز اضافه کنم، واقعا داشتم فکر میکردم این ریشش از کجا خیلی فکر میکنم واقعا همون چیزی که دکتر ربیع اشاره کردن، یه چیزی که من اینجا یاد گرفتم که صنعت از چی به هیجان میاد، از complexity of the problem but simplicity of the solution، یعنی یک مسئله پیچیده رو با یک راه حل ساده چیز کنیم حل بکنیم. من فکر میکنم در دانشگاه ما هیجان بیشتری داریم که simplicity of the problem, complexity of the problem and complexity of the solution، یعنی ما یک مثلا قول هم که پرام جان گفت ما یک مدل بسازیم که از مدل ساده یه راحتی که یه هفته میشه جمع و جورش کرد اشکال نداره سه ماه روش کار کنیم، ولی اون نیم درصد مثلا بهترش کنیم، چون اون یه چیزیه که ما رو به هیجان میاره. و من فکر میکنم حالا نمیدونم جواب درستی برای فرمایش شما دارم سوالتون، ولی فکر میکنم این گپ واقعا وجود داره و به خاطر همین گپ معلوم برای یه رولی هست که مثلا میخوام استخدام بکنم پستاک بوده از کلتک مثلا داره اقدام میکنه برای شما، ولی من نمیدونم بهشون اولویت بدم به نسبت کسی که 3-4 سال توی صنعت بوده. یه مثال عرض کنم خدمتتون، معمولا اگه شما بخواید یه نفر استخدام بکنید که با یه مدل XGBoost یه با یه دیتا ستی کار بکنه، تصور توی دانشگاه این است که دیتا ست آماده است، حالا یه مدل XGBoost رو استفاده کنم مثلا مثل فرهام جان اون نیم درصد رو ببری جلو
خیلی همه خوشحال میشن. در حالی که واقعیتش این کاری که تو دنیای ما اتفاق میفته اون اکسیبوس سالترین مدلش هم استفاده کنی اشکال نداره، ولی آیا واقعا حاضری اون 80% کاری که لازمه که تو از دیتا سورس ها و منابع مختلف استفاده بکنی، بری جون بکنی، با بقیه صحبت بکنی، این دیتا کوالیتی ها رو، کیفیت دیتا رو چک بکنی، پارامترهای مختلفو بذاری کنار، دیتا رو به قول نمیفهمم تمیز کردن اصطلاح ترجمه خودمون میشه دیتا کلینینگ انجام بدی، همینا رو اون قسمت رو من فکر احساسم اینه که توی دانشگاه خیلی درباره صحبت نمیشه و این دقیقاً اون قسمتیه که توی صنعت خیلی لازمه. بنابراین حالا نمیدونم دقیقاً چرا بهتره هستم فرمایش دکتر ربیعیه، ولی این گپی که گفتی واقعا وجود داره حالا تو پرایوسی و فیلد ایدی. آره درست میگم، خودم خیلی اینو درکشم کردم و چون این بر چیزی که تکالیفی نیست، هم کاری که انجام میدم توی دانشگاه اون سمت که مثلا روی چت بات دارم کار میکنم، روی مدل های ریکامندر دارم کار میکنم، زمین تاسم فرق پرکتیکال خیلی اصلا جنس درگیر شدم و مسئله ها فرق میکنه. خیلی داریم لذت داریم و خیلی هم میبخشید مهدی جان، من یه صحبتی دارم. من حقیقتش برنامه دیگه دارم بعد برم، امشب هم که مهمان ناخوانده بودم، ولی خیلی لذت بردم هم از صحبت های بچه ها، خیلی یاد گرفتیم. بالاخره انسان ها تا آخر عمر در حال یادگیری هستن و خیلی خوشحال هستیم که نسل جوانتر ما بری پویاتر داره میره جلو، انشالله مشکلات هم به مرور زمان و جبر زمان حل خواهد شد. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شورش، با فرهان و آرش که آشنایی قبلی داشتیم و برای همتون آرزوی سلامتی موفقیت میکنم و انشالله که تو ایونت های دیگه در خدمتون باشیم. اگر اجازه بدید من از خدمتون مرخص بشم. بابا سعادتی بودم. خیلی دکتر من خوشحالم که تشریف بودم. بفرمایید. میوت هستین آقای دکتر. شب بخیر. بفرمایید. زنده باشین. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. شب بخیر. ما هم. خب. بریم سراغ بحث آخرمون. و حالا یه چیزی که تو کشور ما خیلی چالشیه، ما یه بحثی همیشه وجود داره، ارتباط بین صنعت و دانشگاه، و تقریبا همیشه این وجود داشته که آقا بیاین این صنعت رو به زور به این دانشگاه ربطش بدین، ربطش هم معلوم نیست کجاست، اصلا مهم نیست با هم ربط بدین. اوکی. و میدونم که توی کشورهای خارجی یه شکلی شده اینطوریه که ارتباط بین دانشگاه و صنعت یه حالت ارتباط بین سرویس گیریه که این به اون پول میده، اون خدمات ارائه میده و برعکس، ولی خب اینجا این شکلی نیست. اینجا اونجور که باید و شاید پروژه های ارزش من طولانی مدت یا حتی میان مدت تعریف نمیشه توی دانشگاه که بگیم بچه ها و حالا مثلا یه آزمایشگاه خاصی روی فلان پروژه کار میکنه پیش میبره تا به جایی میرسه. خب نمونه های خیلی زیاد هست، شما که خارج از ایران هستین میبینی، مثلا من تو دانشگاه جورجیا تک خبر دارم که اینا پروژه های نفتی آمریکا رو میگیرن، شرکت های خصوصی مثل گوگل و اینا فاندر تو به مثلا MIT میدن، به هاروارد میدن، که به حتی مثلا استنفورد میدن که آقا شما این پروژه رو مثلا انجام بدین و پیش ببرین کارها رو و خب حالا چیزا انجام میشه. ولی این در ارتباطی نیست. من خیلی دوست دارم بدونم که چطور میشه این رابطه صمیمی‌تر بشه، این رابطه واقعا یه رابطه مبتنی بر نیازمندی و مبتنی بر نیاز واقعی باشه، مبتنی بر دستور و نمیدونم بودجه تعریف کردن یه دولت، چون میدونی مثلا یه جمله خیلی معروف داره وجود داره میگه بزرگترین دولت، بزرگترین کمک یه دولت به یه مردمش اینه که کارش نداشته باشه. این خیلی معروفه، کمی که کاری بکنه نداشته قضیه حله. ولی خب من خیلی دوست دارم بدونم که
اونجا داره چطوری اتفاق میفته، این ارتباطی شکلیه که هم دانشگاه ها دارن پول در میارن و از این برم یه خورده ای کار شرکت ها هم داره راه میفته. آرش جان فکرم شما شروع کنیم صحبت کردن. ببخشید میگم من چون اینجا من هم نزدیک به ایران بودم، هم ذره شاد اینجا هم هستم، توی اینجا هم که هستم، اینجا کارش هم اینه که چجوری این آدم ها با هم دیگه صحبت کنن. فکر کنم مشکل اساسی اینه که هم الان همین اتفاقی که تو ذهن ما هست، شما صنعتی ها دارن به دانشگاه فوش میدن، دانشگاه داره به صنعتی ها فوش، جفتشون هم به دولت فوش میدن. این مکالمه ای نیست اصلا این وسط که آقا بیایم باب مکالمه باز کنیم. مثلا مشکلش از اینه که از این ذهنیتی که دارین و میام قشنگ هم میبینیم مثلا توی همه. و این یه بخش چه اولش اینه که آقا یه ذره بیایم بشینیم با هم همین الان همینجوری صحبت کنیم. این فکر کنم مورد اولش توی ایران. مورد دومش هم اینه که همین دوباره بازم این یه ذره میگم این دولت ها رو داره نقششون اینجا مثلا صحبت کردن باشه، چون این هدف گذاری هایی که برای جاهای مختلف داره میشه، برای دانشگاه هدف گذاری شده، یعنی نرخ شده مقاله، برای صنعت هم شده یه چیز دیگه. و این خب اصلا معادله قابل حل نیست. یعنی یه جا من حالا همون دو چرابی هم بود میخواستم اینو بگم که مثلا اینجا یه جایی هست که کارش اینه که آقا بیایم با هم دیگه صحبت کنیم، و اینو وقتی با هم دیگه صحبت کنیم میتونیم حالا هدف گذاری ها رو درست‌تر انجام بدیم. و این یه تجربه‌ای که من دارم اینجا کسب میکنم و امیدوارم هم یه چیز دیگه میخواستم بگم که اینم شما هم میتونیم به این مسئله فکر کنین اصلا و بیاین. لازم نیست حتما نمام صرف برین من میخوام یه الگوریتم ماشین لرنینگ رو خفن کنم یه چیز مثلا نمام یه همین این بچه های ما یکم کمتر روی این مسئله که آقا بهش میگن سیاست گذاری تو ایران خیلی جذاب هم نیست مثلا تا اینا، ولی این هم یه چیز جذابیه که اصلا همین ما روی این بحث گفتگو و سیاست گذاری اینا فکر کنیم، بعدش خب اتفاقی که میفته هم ناخودآگاه این اتفاق میفته. ببخشید من نظر الان هم نه خیلی ممنون. من در مورد حرف شما صحبت نمی‌کنم. بفرمایید. منم میخواستم حالا از تجربه خودم با این نفر که داخل ایران این اتفاقات از نزدیک دیده بگم. جمله‌ای که آرش گفت واقعا اینجا هست، یعنی معیار طرفین فرق داره. ما خیلی وقتها حالا همون زمانی که من دانشجو بودم و وارد اسنپ شدم خیلی این صحبت بود که آقا بیاین مثلا پروژه مشترک تعریف کنیم، یا مثلا بچه‌ای که تو شرکت‌های دیگه بودن و می‌خواستن این کار انجام بدن. بزرگترین مشکل همینه، یعنی استاد میگه خب این کاری که کار تکراریه. مثلا حالا تو حوزه ما میگن آقا مثلا کمپانی میگه آقا من میخوام مثلا نتورک کوبرنتیسمو به فرض بیام اپتیمایز کنم برای تعداد زیادی از پکت ها، و این طرف دانشگاه میگه خب این که اصلا کاری که انجام شده دیگه، حالا تحریمیم و نیست و اینا، یه طرف قضیه است ولی این انجام شده دیگه، این که نمیشه پیپر که. و شرکت هم میگه خب آقا من پول برای مشکلم میدم دیگه. حالا توی خارج کشور یه اتفاق مثبت اینه که اون شرکته کم و بیش چیزی که میخواد پیپر شدنی هم هست، یعنی انقدر اون زیر ساختش بزرگه. یعنی گوگل الان اومده یه پروتکل ارائه داده به اسم کویک و اومده گفته آقا من رفتم تو سرور خودم نصبش کردم، خیلی هم خوب بوده، 6-7 تا پیپرم از همین ایده در آورده. ولی شما تو ایران که نمیتونی همچین کاری انجام بدی، یعنی بیای به آکادمی بگی آقا یه پروتکل بده منم میرم چه نصبش میکنم بعدش هم تو پیپر بده. و این بزرگترین مشکله، یعنی دانشگاه مجبور مساله رو کجش کنه که بتونه ازش پیپر بده، و آکادمی و ایندستریال نسبت به این بی‌اعتماد میشه. یعنی میگه من به تو گفتم برو مثلا یه کاری خیلی ساده انجام بده، من میخوام کارم رو افتاد تو پاشو رفتی اصلا یه چیزی اپتیمایز کردی که به درد من نمیخوره و اومدی اینا پول از من گرفتی. من فکر میکنم حالا اینکه همه مشکلاتی هم که تو سیاست گذاریش و تو خود جامعه و اینکه حالا ممکنه این وسط یه نفر واقعا دنبال انجام دادن کار نباشه و اینا رو بذاریم کنار، این معیار رو اگه بشه یه جوری یکی کرد خیلی کمک میکنه. من حالا نمیدونم واقعا دانشگاه دیگه چه شکلی هست، ولی ما تو انترین همیشه این مشکل رو داشتیم، یعنی همیشه اینکه اون کاره تبدیل بشه به ISI و جورنال دغدغه همه بود تو همه مقاطع، یعنی چه پروژه از بیرون میخواست بیاد چه پروژه از داخل دانشگاه میخواست تعریف بشه، همیشه این دغدغه بود. من خواستم بگم که این نکته که آرش میگه خیلی من این تیکه که این دوتا میشه من نمیخوام خیلی دارم. بازم واسه این برم که وسط بحثت برم آرش. منم میتونم این نکته اضافه کنم. بفهمید حتما.
فهمید در مورد اون مدل ایدئال یا تقریبا ایدئال برهمکنش دانشگاه با صنعت داریم صحبت میکنیم که یکی از مثالی که شما گفتیم این بر تعریف پروژه های علمی مشترکه. من فکر میکنم باید به این توجه داشته باشیم که مثلا در این کشور ما از یه سری ذهنیت متفاوتی حاکم است که اون از ذهنیت مردم میاد و به خاطر این ذهنیت وجود داره. خب مثلا مردم امریکا جز کشوری هستن که بیشترین پول رو هر سال میبخشن و ضمناً بر پایه‌های اقتصادی هم بنا هست، اینکه تأمین نیرو برای تمامی اجزای صنایع به حساب میاد. شما اگر ورزش ها رو نگاه بکنید یا ورزشکارا رو نگاه بکنید، همشون آموزش نهاییشون قبل از اینکه وارد لیگ‌های حرفه‌ای آمریکا بشن مثل بسکتبال یا بیسبال توی دانشگاه بوده. بنابراین دانشگاه اون، حالا درسته که آنلاین ادویکیشن همه اینا داره دنیا تغییر میده، ولی در حال حاضر اون چیزی که ما به عنوان رسمی میتونیم در برابرش صحبت بکنیم که دانشگاه خودش رو به عنوان منبع تامین نیروی کارآمد به دنیا معرفی کرده. بنابراین اتفاقی که میفته که مثلا اگه من یک ریسرچ ساینتیستی هستم توی صنعت و با یک استاد دانشگاه همکاری میکنم یا به طرق مختلف، اون فقط یکی از فعالیت باشه. من براتون مثال بزنم که مثلا شما اگر ویکی‌پدیا رو نگاه بکنید، یک چیزایی هست به اسم انداومنت. انداومنت میشه مثلا ساپورت مالی دانشگاه های پولی که توی حسابشون دارن و این پول از منابع مختلف میاد، از جمله اهدایی هایی که مردم بهشون میکنن. اگر من درست الان چک کرده باشم، همین پول اهدایی که در حساب دانشگاه هاروارد هست بیشتر از 50 میلیارد دلاره. و اون دانشگاه سعی میکنه وقتی که شما رو آموزش میده چنان رابطه محکمی با شما بسازه و این رابطه رو بعد از آموزش ادامه بده به انواع مختلف که شما اونقدر خاطره مستری داشته باشین و موفقیت از اونها ببینین که اگر روزی به جایی رسیدین فیسبوک، گوگل، این متای اسپریده یا چیزی زدین، شما برگردین و به این دانشگاه کمک بکنین. مثالش، چون من توی ایالت نورث کارولینا هستم، NCSU یا نورث کارولینا استیت یونیورسیتی که تو خیلی از بچهای شریف میان اینجا رو آقای گود وایت ساپورت میکنه که ایشون مثلا ساس رو درست کردن، کمپانی ساس رو درست کردن و همینجا هم هدکوارتر یا شعبه اصلی ساس اینجا وجود داره، حمایت مالی زیادی میشه. بنابراین ذهنیته که این با هم بودن دانشگاه و صنعت رو رخ میده با ذهنیتی که ما تو ایران داریم متفاوته و بر بسترهای متفاوت شکل گرفته و انجام دادن پروژه های مشترک واقعا فقط یکیش به خاطر اینکه اینجا دانشگاه تأمین نیرو میکنه و در این حال از تمام بهره هایی که دانشگاه صنعت و جاهای دیگه بهش میدن مثل اندامنت ساپورت استفاده میکنه. ولی امیدوارم این تصویر کلی یه ذره بیشتر کمک بکنه که مثلا اینجا چه اتفاقی میفته در مقابل اون اتفاقی که توی ایران یا هر کشور دیگه میفته. درسته، من حرفای خیلی خوبی بود. ببین یه تیکه هم وجود داره این سمت ما، اینه که دانشگاه ها اکثرا دولتی هن، مثلا همین هاروارد به صورت انستیتو و انجمنی داره مدیریت میشه و زیاد نظر دولت نیست. مثلا یه چیزی مثل برکلی شاید خیلی دولتی تر از این هاروارد یا MIT، استنفورد که مثلا کاملا خصوصی. یه چیزی که اینجا وجود داره متاسفانه اینجا اکثرا دولتی هستن و دانشگاه خصوصی اون شکلی که باید وجود داشته باشه وجود نداره حقیقتش. و دانشگاه یه چیز خیلی اشتباهی که اینجا وجود داره اینه که اینا اومدن یه متریک رو با هدف اشتباه گرفتن. مقاله هدف نیست، مقاله متریکه. شما باید هدف پیشرفت علم و جلو رفتن صنعت باشه. یکی از متریک‌ها اینه که شما مقالات خوب چاپ کنی، نشون میده که شما یه مشکل رو تو صنعت پیدا کردی، ادرس کردی، حلش کردی، یه مقاله نوشتی و اون مقاله هم به خاطر اینکه یه مشکل خیلی خوبی رو حل کرده تونسته جای خوبی چاپ بشه و کلی هم مثلا ارجاع بخوره به اینها. ولی متاسفانه تو کشور ما اصلا این شکلی نیست. یعنی شما یه پیپر جنریتور یه دست به چاپ بشی احتمالاً خیلی موفق تری تا کسی که واقعا دقیقه منده که بره به اون سمت. از اون سمت هم حرفای شورش جان، من این حرف رو قبول دارم. ارتباط بین صنعت، من چند جایی من سخنرانی کردم، یعنی صحبت کردم توی جمع هایی، یه بحثی وجود داشت. بحث خب الان مثلا یه شرکت مثل همین اسنپ که فرهنگ خودشون هستن، یا کافه بازار، یا مثلا اسنپ دکتر، مثل دیجی کالا، اینها که همین الان جلوی من لیداشون عضو
رویداد هستم، همین جلوی من نشستن. لیدای اصلی اینها دارن از همین دانشگاه میرن. خود پرهام مثلا از امیرکبیر رفته، اسنف الان توی بکن شده. من همیشه به این صحبت رو کردم، گفتم که شما وقتی یه درخت داری و این درخت رو میری از میوهش استفاده میکنی، از سرش استفاده میکنی، باید به فکر اون درخت هم باشی که بهش آب بدی، حداقل مثلا بگیم حتی توی یه بیابونی افتاده باشه حواست باشه کسی آتیشش نزنه و از اینجور داستان. ولی اگه ما دانشگاه و درخت در نظر بگیریم و شرکت ها رو اون آدم در نظر که داره از میوه و سایه نا استفاده میکنه، متاسفانه اون ساپورته که باید از سمت شرکت به این سمت باشه وجود نداره، علارغم اینکه افراد اصلی این شرکت ها حتی خیلی از فاندراشون، یعنی رئیس فاندره کاملا اصلا از شریف اومده بالا، از شریف جدا شده و رفته اون سمت. این واقعا یه مشکل بزرگیه. من نمیدونم واقعا چطور میشه اینا حلش کرد. من خودم حالا این ایده‌ام بگم، یه مدتی توی فکر برگزاری سری نشست‌های هفتگی به اسم پل، حتی تحت عنوان اصلا انتخاب کردم، تحت عنوان پل بودم که من خواستم بیام سران شرکت‌ها رو دعوت کنم، افراد آزمایشگاه‌های بزرگ مثل همین دکتر ربیعی، مثل افرادی که توی شریف هستن، تو آمریکا، تو تهران، آدمای گنده ای هستن توی ریسرچ، رو دعوت کنم و بگم که آقا بیاین این فاصله تفکر رو هی با هم دیگه نزدیک کنیم. آقا مثلا چرا نمیای؟ چه جنس پروژه هایی باید توی دانشگاه تعریف بشه؟ چطوری باید تعریف بشه که آقا نه سیخ بسوزه نه کباب؟ چیزی که واسه من خیلی تعجبه اینه که خود شریف سیاستگزار کلان مثلا آبی ایران حساب میشه، مثلا شریف بابت تعریف کردن سرفصل‌های جدید به هیچ کس جواب پس نمیده. یعنی اگه فردا بگه فلان کورس رو اضافه کردم، هیچ وقت وزارت علوم نمیاد بگه چرا اضافه کردی، درسته که دانشگاه‌های دیگه مثلا یه دانشگاه مثلا تو مشهد این برمان باید در مورد این جواب بده. من شاید مثلا خیلی سواله که آقای استاد مثلا تو که اینقدر آزادی داری چرا نمیای بری یه زوری بزنی این متریک مقاله دادن تغییر؟ آقا چرا باید مقاله باشه؟ خب این همه مشکل تو سنت های این همه آدم خوب و خفن مثلا دارن میان شریف که مستقیم مثلا اینجا 4 سال بوده، مثلا گفتن که حالا تو کاری نمیشه مثلا نبوده اینا، محض اینکه اپلیکر رفته گوگل، بعد 10 سال بعدش طرف مثلا الان داریم مثلا دیگه وهاب میررکنی هد ای آی گوگل، یا مثلا زیادی هستن که اون سمت هستن، هد انجینیرینگ آمازون، خیلی آدمای خفنی هستن که از خود شریف رفتن تو کوبرنیتیس بودن فلان بودن اینا. خب همینجا بوده رفته، تو چرا اینجا حواست بهش نبوده؟ من خیلی مثلا میدونم که اونجا چه شکلی داره این موتیویشن انجام میشه و مثلا این هنجار شکنی، ساختار شکنیه رو میشه یه جوری شکستش. یعنی دوست دارم که به من یه طرز تفکرایی بدین، چون هم فرهام یه آدمیه که همین الان توی شرکتی هست که فرصت داره این فاصله هر یه جوری کم کنه، هم من توی طرف یه جایی هستم که میتونم اینها رو پخش کنم توی دانشگاه، این طرز تفکر پخش کنم، نه که چیزی تغییر بدم، ولی تفکر رو جا بندازم که این فکری یه جایی شروع بشه و یه جایی اصلاح بشه. من خیلی دوستان بدم که ایده شما واسه اینجور چیزهای چه شکلیه، یعنی صحبتی داری مثلا من نکته ای توضیحی هر چیزی باشه من در خدمت هستم. بفرمایید راشد. من حالا بازم شروع میکنم، چون اینو یه جایی میگم یه ذره گروه ما اونقدر تئوری نیست که مثلا واقعا هم داریم با صنعت هم کار میکنیم. اون جایی که صنعت این تو حداقل من تجربه من چیزه اینه که آقا این من همین با تیم یه کاری داریم میکنیم که همون تو تیم گوگل هم یه جورایی ممکن اثرگذار باشه این مشکل ما، ولی این راه حل ما وقتی میخوایم راه حل بدیم توی آکادمی یه دونه همون کنده، همون گفتم تاخیر داره. خب بعد این مشکل چون تاخیر داره تو بخوای مشکلی که مثلا همین فردا حل میشه رو مثلا خوب نیست بیای بدی آکادمی، بعد یه مشکل بدی یا خیلی لبه مرز باشه که چیز باشه، یا خیلی سطحش بزرگ باشه مشکل مثلا واقعا نیاز داشته باشه بشه مثلا با تمرکز بشه 6 ماه فکر کنی. و میگم منم حالا این مشکلات مشکلاتی یه ذره خاص ذات مثلا بازار ایرانه، بازار ایران خب یه ذره کوچیک‌تره مثلا از لحاظ مخاطبایی که داره، خب این مشکلات مثلا اینجوری خب کمتر یکم تو بازار پیش میاد. یه چیزی که میتونست حالا به نظر من راهکار باشه که وقتا دارم بچه هم یه ذره انجام میدن، اگه یه ذره ما روی کار کرده که داشتیم یه ذره حیات سطح جهانی تر میرفت که
اسکیل بزرگتر میرفت یا اصلا واقعا میسرفید برای شما که ما اون تکنولوژی رو به مرجو بیام استفاده کنیم، من به نظر میگم تو سیستم، یعنی برای هر شرکت هم قبول دارم که شرکت ایران براشون نمیسرفید که برن آقا مثلا همچین مشکل پول بدن به دانشگاه که مشکل که خیلی مشکل در مرزی و در سطح بزرگ مشکلات چیزتری وجود داره، مشکلاتی وجود داره که نیاز به راه حل‌های ما نداره، اصلا راه حل‌های همین سریع‌تر بهتر میتونه براشون پیاده سازی بشه. حس من اینه که اینا چرت اینجا جای پول میدن که بعداً با این دادن ما با این ساب کردن یه سال ما براشون بعداً میصرفه. یعنی من میگم این ما اینجوری حداقل با همون همکاری میکنن. تا جایی که من ببخشید من دید خودم اصلا کردم. نه اوکی، یعنی منظورت این که یه سری پروژه هایی که طولانی مدت هم و قراره در مسیرشون خلق ارزش بکنن یه همچین چیزایی، مثلا روی مدل های مثلا گوشی بخوایم صحبت کنیم، مثلا روی مدل های فارسی زبانی که میدونیم تا 2-3 سال آینده به مثلا نیاز به تحقیق و پژوهش و اینجور کارا دارن، کم کم نسخه هایی بیاد بیرون و ولی خب در دراز مدت چیز ارزشمندی خلق میشه که میتونه انحصار بازار رو تغییر بده همچین چیزایی. من احساس میکنم حرفات این شکلیه که یه مثال شبکه‌ای دارم که برهام هم شبکه زر کار میکنه. آقا مثلا ما میخوایم بگم چیز نرخ خط نرخ وقتی مثلا شبکه ممکنه یه لینکی یهو بپره، ما میخوایم لینک پریدن لینک رو جلوشو بگیریم، چون مثلا تو فیسبوک یه دونه مثلا آقا پیش بیاد کل مردم فنا، مثلا یعنی یه تعداد آدم بعد ما استاد من مثلا این سری الگوریتم ها پیشنهاد داده که آقا این الگوریتم ها ما میتونیم مطمئن بشیم آقا اگه یه لینک قطعی پیدا شد این بره مثلا یه روش جدید مثلا یه مسیر دیگه بره یه مسیر جایگزین همیشه داشته باشه، ما یه دونه چیزی نمیدیم که همیشه مسیر جایگزین میتونیم داشته باشه، ولی این راهه این وقتی مثلا شبکه اون یه حد کوچیکیه اصلا خب یه کارهای ساده تر میکنه، نیاز نیست مثلا این الگوریتم عجیب غریبه میتونیم مثلا یه سری هیوریستیک های ساده تر بزنیم و میگم ولی این مثلا توی مثلا آره فیسبوک حاضر بیاد به ما پول بده چون یه ثانیت ایش براش نمیصرفه و من نمیخوام از اون وابسته به یه سری هیوریستیک یا اون هیوریستیکا ممکن جواب ندم، میخواد یه راهی داشته باشه که مطمئن باشه آقا من هم در بدترین حالتم میتونم از این جواب بگیرم. امیدوارم منظورم رو رسونده باشه. آره متوجه درستم. حالا من دوست دارم صحبتات تو هم بشنم، امیدوارم که اون تیکه حرفای من که در مورد مشکلاتی که توی سمت بود و این سمت آکادمی بود و اون ایده‌ای که دوست داشتم همیشه یه روی داد مانندی که بیایم آدم های صنعت کسی که تصمیم گیر هستن بیایم ببینیم که حرفاشون چه شکلیه، چی میگن، مشکلاتی که سمت دانشگاه از نظر اونها وجود داره چیا هستش و همچنین اف دانشگاه ها رو اساتید رو بشنویم. من خیلی دوستم که ببینم به عنوان کسی که اون سمت داره کار میکنه و توی صنعت ایران جایگاه خوبی داره نیستم حرفاتون رو بشنویم. مشتاقم. مرسی. آره من اون تیکر چی که به حرفت موافقم، به نظرم وجود یه جلسه این شکلی بین دانشگاهی ها و حالا افراد سنت دقیقا هم حرفی که آرش زد شد واقعا این باب صحبت رو باز کنه که بیان و در واقع صحبت کنن و شاید واقعا اون اتفاقه بیفته که بشه یه جاهایی و یه سری پایان‌نامه هایی تعریف کرد، یه سری ریسرچ هایی تعریف کرد که اینها مستقل از اون داستان پیپره باشن. شما بیایی بگی که من میخوام یه چالش رو تو سنت حل کنم و به قول آرش اون چالش اگه برای سند مهم باشه سند هزینه هم میکنه دیگه، یعنی میگه من اون قطعه نمیخوام بدم و میام اینجا و بیا پولم میدم. فقط میگم ما تو ایران چون متاسفانه نزدیکی به اج تکنولوژی نداریم واقعا این تغییره بعد تو دانشگاه اتفاق بیفته، دانشگاه بگه که اوکی من ریسرچ انجام میدم که این ممکن تکراری باشه ولی به درد سند من داره میخوره، یعنی یه مشکلی تو سند من داره حل میکنه و من امیدوارم که من بشه با صحبت کردن و پخش کردن این ایده این کار کرد، چون واقعا ما سر صنعت داریم چالش های این شکلی که نیاز باشه که واقعا بریم و چیزی. و الان حالا یه مثالی من دکتر ربیعی هم بودن گفتم مثلا این دوستای من که هوش مصنوعی کار میکردن یکی از دلایل این که میتونستن خیلی نزدیک بشن با رشتهشون هم همین بود که این رشته تو ایران هم همون اندازه نوآوری
باورانه تو خارج هست، یعنی شما اینجا اگه یه الگوریتم بدی که تکست تو اسپیچ کار کنه، خب این چیز ناورانه، اونجا هم ناورانه است، اینجا هم، ولی تو شبکه این اتفاق نمیفته و جایی که این اتفاق میفته این نزدیکی هست، حالا ممکنه نزدیکی در والی بین نباشه که دانشگاه واقعا بره همکاری کنه، ولی این اتفاق میفته که حداقل به قول شورشان این یه خاطره خوشیه، یعنی اون دانشجو رو الان شما میبینی میگه آره من این چیزایی که تو درسام شنیدم اونجا استفاده کردم، مثلا یه حس خوبی از دانشگاه داره. حالا ما تو ایران دانشگاهمون اینجوری نیستن که شما بتونید مثلا حالا بهشون کمک مالی کنید، ولی حداقل به بقیه آدم این حس میگه که آقا من رفتم مثلا دکترا خوندم و این چیزایی که یاد گرفتم اینجا استفاده کردم. ولی خب تو یه سری گرایش‌ها اینجوری این اتفاق نمیفته و حالا من امیدوارم که این صحبت‌ها باعث شه که مثلا این چیزا پیشه. من خودم تو همین صحبت امشبم خیلی چیزا یاد گرفتم، یعنی از حضور شما خیلی فهمیدم که تو خواهم خارج چیشه یا هم تو داخل فهمیدم که نایز لبا هست که واقعا داره سعی می‌کنه که تغییری در واقع این سیستم ایجاد کنه و فکر می‌کنم این شناخته خیلی هم به هم کمک کنه، این شبکه‌ای که از آدم‌ها ساخته بشه که به تغییر ایجاد کنه شاید کمک کنه. منم میدونم اول کسی گوش میده، چون من امشب فوتبالم بود و الان دور بر یک شب تهران اگه خودمون چهار نه الان میگم که داریم نه من فکر کنم الان همه مثال بنده خدای شدن که کنارش الان هلوهوش الان هلوهوش 156 نفر آنلاین دارن ما رو نگاه کنن و هستن. من یه سیستم اشاره بکنم، من فکر میکنم چیزی که شما بهش اشاره کردی راه حل خوبیه، سلوشن خوبیه، ولی این چیزی که ما به نظر میشه احتیاج داریم سیستم خوبیه. سلوشن یا راه حل چیزیه که شما انجام میدی، دور هم جمع میشین، ارتباطات شما با کمپانی های مختلف این بنابر، سیستم اونیه که در نبود شما هم بخواد کار بکنه. بنابراین من اگه اون تغییر بخواد اتفاق بیفته که تنها اولویت مثلا متریک نباشه، یه سیستم باید جایگزین راه حل بشه. و چه اتفاقی باید میفته؟ حداقل بر اساس تجربه‌ای که اینجا میتونم بگم اینه که ما انجام دادن کار درست رو تا حد امکان برای مردم راحت بکنیم و انجام دادن کار غلط رو تا حد امکان برای مردم سخت بکنیم. اینجا میگن مثلا قانون گندلاترین لات مثلا این، یعنی با هر کسی که در میفتی با قانون در نیفت. من نمیدونم در چه مقطعی و چطوری و کیا با چه ذهنیتی این کار رو شروع کردم و به اینجا رسید، ولی بهش که فکر میکنم یه ترکیبی از اعمال قانون فارغ از اینکه شما کی هستی، داشتن اخلاق حرفه‌ای یا به قول اینجا پروفشنالیزم و یک شاید روزنامه نگاری آزاد تا حد زیادی باید شد که یک سیستم خود اصلاحی به وجود بیاد. چرا خود اصلاح؟ به خاطر اینکه اینجا هم شما انواع و اقسام آدم رو دارین که اگر بهشون نشون بده که آقا با تقلب میشه به جای رسید این کارو میکنن. ما واقعا اینجوری نیست آقا یه عده که خارج از کشورن معصومن، اونایی که ایرانن مثلا نه، مثلا رگی به کفش دارن نه، ما کار غلط رو اینجا سخت کردیم و کار درست رو آسون کردیم اینجا، اونم با این سیستم خودسازی که قرار داریم که آقا هر کسی در معاید اصولی وجود داره، اون اصول باید دنبال بشه و اگر دنبال نشود این یک سیستمی هست که این سیستم این ضعف ها رو شناسایی میکنه و برطرف میکنه. ولی تا دلت بخواد ما اینجا پلاجیاریسم میگن خودمون تقلب داشتیم، کپی برداری داشتیم، فرمول نویسی داشتیم. در عوض من یک مثال خدمت عرض بکنم، به هیچ عنوان منظورم این نیست که جو حاکمه. یک من توی دانشگاه بودم و در دانشگاه درس میخوندم و یک بنده خدای مقاله سازی وجود داشت، من با مدرک میتونم اثبات کنم، و متاسفانه وجودی که از طرف مقاله های مختلف ژورنال های مختلف ایشون تنبیه شده بودن، ولی به خاطر اینکه ایشون کسی بودن که تعداد بیشتر مقاله رو دانشجو چاپ میکردن، یک حمایت خیلی زیادی توی دانشجو ازشون وجود داشت، به خاطر اینکه توی رنکینگ های کشوری ما دانشجو رفت بالا. خب این سیستم میدونید چقدر یک دو نفر اونجا صداشون بلند بشه، ولی این سیستمی که باید بیاد بگه آقا هدف ما یه چیز دیگه است، این در واقع هدف بیان اون کسایی که کار درست و زحمتش درست انجام بدن و زحمت رو میکشن تشویق کنیم، یه سیستم رینفورسمنت لرنینگ بذاریم و مثلا اونایی که کار غلط رو انجام میدن مثلا به گوشه برونیم، به حاشیه برونیم. بنابراین من فکر میکنم اگر اینجا کار درستی صورت میگیره، خاطر اینکه یک ترکیبی از همه این چیزا باعث شده که انجام دادن کار درست راحت تر بشه. خیلی ممنونم، من واقعا
استفاده کردم دستون در نکنه. ما تقریبا یه بکنم دو ساعتی هست که داریم صحبت میکنم و اینجا دوازده شب، دوازده و سریه شب، دو ساعتی که داریم صحبت میکنم. میتونیم تمام کنیم، میتونیم یه ذره دیگه هم ادامه بدیم. من پایه ادامه دادنش هستم اگه شما مشکل نداشته باشین، چون اینجور که معلومه این برم واقعا مشتاقن در مورد ادامه دادنش. میتونیم یه دونه موضوع ادامه بدیم یا اینکه حالا چون بحثمون به جای خوبی رسیده و یعنی به نقطه رسیدیم که سوالی که میخواستیم و بگم تا اونجای که تونستیم کلیر کردیم، این باقیش میزنم به عهده شما. و من خودم واقعا دوستم که ادامه بدیم این رفتش اگه بخوام بگم، چون بگم که اندازه دو سه سال بزرگ شدم تو این دو ساعت. شما دکتری، من هم از حضور دکتر ربیعی، دکتر پوردامی و آقای البنی از بسیار بسیار استفاده کردم. آیا سوالی مونده جواب بدیم؟ من کوشن انسرا رو چک کنم. آره من کوشن انسرا رو چک کنم. آیا سوال خیلی از حقیقتش، ولی در خلال جواب صحبتامون در موردشون صحبت کردیم و من باید نگاه کنم که سوال متفاوت کی است که ما بحثش رو انجام ندادیم یا جواب مشخصی بهش ارائه ندادیم. کم اونقدر نمونیم که مثلا جلسه 4 ساعت دفعه بعد دعوتمون نکنه. مثلا حرمت خودمون رو نگه داریم. نه من بهتون قول میدم که شما حتما ایونت بعدی دعوت من یکی از صافنه ها که رفت دکتر علی من به خود رو بقامه بایی دکتر خیلی اتفاقی، یعنی قبول تیز رو که بیان و واقعا خیلی استفاده کردیم، خیلی برنامه‌شون شلوغ بود و بودیم که خدایی هر جور شده بیا یه جوری ما داشته باشیم شما. یه سری سوال های پرسیدن در مورد توصیه های توی ریسرچ یا اکادمی، اینکه ما چطور فیلدمون انتخاب کنیم که یه فیلد زنده داشته باشیم. یه سری سوال ها مثلا البته خیلی سوال های استراتژیکی هستن که مثلا فکر میکنم چطور ریسرچ کارآمد انجام بدیم و فلان و اینا، که فکر میکنم که خوش کلا این تیبل کاملا جدا اصلا کار به اینجا نمیرسه. اگه توصیه هست بفرمایید. بگم این همیشه تیم ما، چون ما همیشه دیگه یه آدمی هستیم که همیشه دوست داریم موفق بشیم. یه چیزی که به هر حال من بعد یه مدت کردم متوجه شدم اینه که واقعا اگر ریسرچی که انتخاب کردین خوب نبود، جایی که رفتین عالی نبود، دانشگاهی که بودین بهترین دانشگاه دنیا نبود، هم کارتون عالی ترین نبودن، واقعا اشکالی نداره. به خاطر اینکه اون خوشحالی و اون حس رضایت ما در طول زندگی نه در نتیجه یه تصمیم، بلکه در نتیجه یک سلسله تصمیمایی است که ما مثلا میگیریم. ما مثلا خیلی من دوست داشتم من شریفی باشم، ولی مثلا من فیزیک دانشگاه تهران خوندم، خیلی دوست داشتم حداقل فوق لیسانس جای خوبی باشم، ولی من مثلا فوق لیسانس هم دانشگاه کردستان خیلی دوست داشتم. وقتی که میخوام بیام امریکا مثلا من اسم هاروارد و استنفورد رو باشه، اسم واشنگتن استیت یونیورسیتی رو که اصلا نمیشه کسی نمیشه، خیلی دوست داشتم و خیلی جاهای دیگه مثلا این حسه بوده. ولی در کل وقتی پشت سرمو نگاه میکنم اینه که آقا من در هر مرحله‌ای که تصمیم گرفتم که خیلی از اون تصمیم ها غلط از آب در اومد، من سعی کردم بهترین تصمیم با استفاده از داده هایی که اون موقع داشتم بگیرم. و من فکر میکنم این سیستم خود اصلاحی در طول زمان اگر ادامه پیدا بکنه، شاید نه از طریق خط مستقیم، ولی یه ذره با بالا پایین به اون جهتی که ما میخواییم مثلا ما رو ببره، یا حداقل به جهتی ببره که رضایت من از زندگی داشته باشه. بنابراین خیلی نگران اون تصمیم و اون دانشگاه و اون رشته و اون ریسرچ و اون پیپر و استاد دانشان فکر کنم نباشیم. اصلا اینه که آقا ما فقط مواظب باشیم که خودآگاهانه در هر مرحله تصمیم گیری درست انجام بدیم، توکل به خدا آخر سر درست میشه. من خیلی ممنونم از شما. من واقعا خیلی استفاده کردم از صحبت های شما و طرز صحبت کردنتون و این شفاف سازیتون. واقعا شما کردم وقتی فارسی زبان من وقتی میخوام صحبت کنم یالا بهش فکر کنم. بله منم خوردم، من خیلی خوش داختم که خوش ماشت شدم. سلامت باشین. این دفعه اول آرش صحبت
بعد اسم پرهام میگم همین حرفی که شورش جان زدن که در مورد این که شما قراره با این کارتون خوشحال باشین، حالا رنگ که اشکال نمونده که دو پنج اینا، بعد مثلا آخر سر هم میگم روز پیشم بحث شما شکستایی که میخورین اتفاقا بعضی وقتا اون شکستا باعث میشه جای بهتری برین و جای خوبتری برین، و یه ذره همون بازم گفتم نیازم بحث شد که آقا شما چیزای مختلف انجام کنین، حالا مثلا الان ML نما ماشین لرنینگ کانال حتما داغ نیست که ماشین لرنینگ حتما شما میرین توش موفق میشین، اتفاقا چیزی که در خارج یعنی بیشتر محبوب شده باشه اتفاقا خب دستم توش بیشتره، سخت‌ترم هست. من فقط یه جمله بگم، این شما سعی کنین آخر سر بعد از همه این تحقیقات شما یه دونه اینجا بهش میگن چکش، یه چکش برای خودتون داشته باشین، جواب بدین شما من صاحب این چکشم، من این رو بلدم، این خیلی مهمتر از هر چیزی آقا مثلا این کارا حالا بیل زدن باشه، مثلا شما ولی بیل زن خوب یه چکش خوب داشته باشین، این چکش شما میتونین این چکش رو برین ارائه. الان من این چیزی تو بچه همین اپلای میکنن یه ذره حالا میگم هستیم اونجا اسمم در رفتم، مثلا تو الماندیاشون می‌نویسن آقا ما از شیر مرغ تا جون آدمی زاد میتونیم انجام بدیم، بعد این یه ذره بدتر از اینه که آقا مثلا ما بگم ما فلان چیزو مثلا خیلی خوب بلدیم انجام بدیم، تو کارم فکر کنم همین گفتن دیگه، مثلا شما یک کار بتونین خوب انجام بدین خیلی بهتر از این که هزار کارو نصف نیم انجام بدین. تو همین اینه که اگر میخواین موقعی حالا ایمیل بزنین تو استادای ایران کار کنین، شما یه چیزو بگین آقا یه چیزو ببین، یعنی حالا چیزای مختلفو امتحان کنین ولی در نهایت تو ذهنتون باشه که آقا در نهایت تو یه چیز خوبتر بشین، شکل تی و اینا میگن آقا یه ذره مثلا یه چیز عمق داشته باشین، پهنام داشته باشین، حالا میتونین من یه ذره مثلا پهنام خودم این چیزای مختلف‌تر تجربه کردم، بعضی میخوان عمیق‌تر بشن، ولی این دو طرفو داشته باشین، هر کدوم از این دو طرفو نداشته باشین ضرر می‌کنه. خیلی ممنون. من با حرفات موافقم واقعا. اصلا اونجوری اونقدر نیست که بخوای توی همه چیز بخوای سرک بکنی. اونقدر تخصص به همه چیز که شما بخوای بری سراغ چیز مختلف، مثلا بازنده واقعا. چون خود ماشین لرنینگ، خود دیتا ست جمع کردنش مثلا یه تخصص خیلی بالایی، خود کلینینگش بالایی. حالا شما بخوای مثلا کل واید اینو پوشش بدی. فرهام جان شما ما در خدمت هستیم. ببخشید نفر آخر. نوام مرسی. منم با نظر آرشان و شورشان موافقم، یعنی من حالا چیزی که شورشان گفته واقعا تجربه کردم. یعنی آدم تو زندگیش تصمیمات میگیره، در نهایت این تصمیمات تو رو میسازن. و تو بعد از اون جایی که هستی بهترین استفاده رو بکنی دیگه. خیلی وقتا اون چیزی که خودت فکر میکردی برات اتفاق میفته، اتفاق نمیفته. ولی خب تو همین مسیره تو هم علاقتو میفهمی، هم میفهمی که چه چیزی خوب بلدی. من خودم هم همین مسیر رو تهیه کردم. من مثلا دانشجوی کارشناسی که بودم فکر میکردم که مثلا این داستان هاردویر سافتویر مثلا دیزاین اینا خیلی برام جذاب و شبکه و اینا، بعد اومدم ارشد دیدم که خب ریسرچش خیلی شد برام جذاب نباشه، رفتم سر کار دیدم کاره مثلا برام حالا جذابتر، اونجا دارم بیشتر تلاش میکنم. و بعد به همین شکل من فکر میکنم که واقعا اینکه بگیم یه نسخه‌ای وجود داره که یه نفر بهترین گزینه اینه، این بود که اشتباهه. یعنی آدم ها باید برن تجربه کنن بفهمن چی رو دوست دارن، این وسط هم اون چیزی که دوست دارن ناخودآگاه همیخر هم میشن، یعنی میرن دنبالش. ولی اینکه بگیم نه مثلا بهترین کار اینه که تو حتما اگه بعد بریم دانشگاه فلان جا و اونجا موفق میشی، نه اینجوری نیست. حتی بین حتی ایران و خارجش هم، یعنی تو بگی آقا من حتما دیگه همه مثلا آرزوام تو اونجا موفق میشم، بعضا اینجوری نیستش. یعنی همیشه یه بعد در واقع بری و ببینی که کدوم برات بهتره، با کدوم هپی تری، کجا بسازی بهتری برات به وجود میاد. من خیلی ممنونم از هر سه شمای بزرگوار و فوق العاده. واقعا من خیلی یاد گرفتم، میگم دو ساعت بعد از دو سال فکر که بزرگتر شدم. خیلی خیلی ممنونم از تشریف آوردین. من یه صحبت هم کنم با شرکت کننده های عزیزمون امشب و این رویداد، یعنی این ایونت ران تیبل و میز گرد خودمون، بخش از هشتمین سری سمینارهای زمستانه شریفه. اگه سوال هست که چرا زمستون پس الان که بهار داره برگزار میشه کجاست؟
به خاطر اون مشکلاتی بود که توی ایران اتفاق افتاد، اینترنت روی هوا بود، حال دانشگاه واقعا خوب نبود، حال بچه ها هم خوب نبود، همین الانش هم واقعا خوب نیست حال ماها، ولی به خاطر رسالت روشنگری رویداد داره و هدف ما شناسوندن آدم‌های سرشناس ایرانی توی حوزه علوم کامپیوتر به اندازه دست خودمون اونقدی که از دست برمیان و این تریبونی که در اختیار ما هست به عنوان دانشگاه پیشرو صنعتی ایران، ما دوست داشتیم که هر جور شده اینو در خدمت شما باشیم و علی‌رغم درد و رنجی که داشتیم سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم کیفیتش رو بالا ببریم و امیدوارم که واقعا به این هدف رسیده باشیم. اگه کوتاهی از سمت ما بوده توی رویداد واقعا عذر میخوایم. این رویداد برای اولین بار بود که به صورت هیبرید برگزار میشد، بعضی مهمونامون اومده بودن ایران چون به خاطر این زمستان برگزار میشد که زیک خارج ایران هستن کریسمس بیان ایران و بیان در حضوری صحبت کنن، ولی خب دیگه نشد، بهاره شد، بعضی ایران بودن اومدن صحبت کردن، بعضی ها خارج از ایران بودن، تقریبا 1500 نفر در کل ما شرکت کننده داشتیم و بعضی از کامون تا 2300 نفر رفت، همینطور که امشب و با 145 نفر حضور داشتن و دنبال کردن. من با تون خدافزی میکنم، زحمت داستان خدافزیش کردن من افتاد. من خودم چند باری در خدمت بودم چه به عنوان مجری چه به عنوان ارائه دهنده بود و خیلی افتخار بزرگی بود چه پارسال به عنوان هدی و چه امسال به عنوان استاد خدمت شما باشم. ببخشید و امیدوارم که زمستون با حال خیلی بهتر و حضوری در خدمت شما باشیم. امیدوارم شما عزیزانی که خارج از ایران هستین و من افتخار دیدن از نزدیک رو داشته باشم و حال دلیمون خوش باشه بیشتر از اینها. امیدوارم بخندیم و بعد مشکلات و مشکلات بزرگتر و اساسی تری باشه، نه مشکلات کوچولی مثل اینترنت و اینجور چیزا. در کل من خیلی ممنونم ازتون، وقتتون بخیر باشه، شب بخیر بچه های ایران، شب بخیر و آرزوی بهتری، خدا نگهدار. خدا نگهدار، خیلی ممنون. خدا نگهدار، خیلی ممنون حسام جی، خدا نگهدار. All right.